بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز پنجشنبه است. تعجب نکنید چرا پنجشنبه برنامه داریم، چون چهارشنبه غائب بودیم. ماجرا و عذر غائب بودنمون رو هم در برنامه برای شما خواهیم گفت. همش تقصیر این فرخ، رفت بیمارستان، راجع به امرجنسی صحبت کردیم. پتیکم از کالیفرنیا راجع به امرجنسی گفت که با اورژانس و امرجنسی هم وقتی میری هم انقدر معطلت میکنن. ما هم گفتیم خب بریم یک گزارش حقیقی برای شما بیاریم. چه کار کردیم؟ خودمون مریض شدیم و رفتیم بیمارستان. حالا برای شما ماجرا رو میگم. فقط صبر کنید که من این روی فیسبوک مردم تیوی هم این برنامه رو راه بندازم و شما هم اگه لطف کنید با دوستانتون شیر کنید ممنون و متشکر میشم. و اینجا سوربی، اینجا میذاریم مردم تیوی. خیلی آسونه واقعا، 5 ثانیه هم وقت نمیگیره. حالا ما دیگه چقدر تو زندگی مشغول باشیم که 5 ثانیه چقدر برامون مهم باشه، اون دیگه بستگی به خود شما داره و امیدوارم که به خودتون دروغ نگین. چون خیلی ها هستن من میگم آقا من خیلی مشغولم، بعد میبینم یه ویدیوهایی میفرسته، یه فیلمایی میفرسته، جوک میفرسته، میگن مشغولیات تو همینه. واقعا هم خیلی مشغوله، خودشو مشغول کرده با یه چیزایی که اصلا ارزش دیدن نده. و اما شما رو وردارم ببرم اینجا، ما سه‌شنبه داشتیم یه کاری انجام میدادیم و یک وزنه ای رو نسبتاً که سنگین هست جابجا کردیم و دیدیم یک کمی این اینجای ما یک کمی درد میگیره. ما هنوزم فکر میکنیم 22 سالمونه، یا هنوزم فکر کنیم 16 سالمونه. نمیخوام قبول کنیم آقا شناسنامه‌ت نگاه کن 62 سالته. شما باید برعکس وزن، هر برعکس عمر، هرچی عمرت میره بالاتر وزنهایی که برمیداری سبکتر باشه. خلاصه یه چیز 70-80 پوندی میشه 30-40 کیلو. و یادم تو ایران این پاکت های سیمان 50 کیلو بود، الان اینجا پاکت های آرد و اینا 50 پونده. ولی وقتی برمیداری اصلا فشار به همه جا میاد. گفت وقتی که رسید به سن که رسید به 50 فشار میاد به چند جا. خلاصه ما کار که تموم شد آمدیم اینجا، دیدیم نخیر یکم درد میکنه. این دوست قدیمی ما همسرمون گفت که برو دیگه، شما تو اون سن و سالی نیستی که پشت گوش بندازی، بلند شو برو دکتر، چشمتون روز بعد نبینی. دکتر رفتن همانو با میل خودت میری، ولی مگه میذارن بیای بیرون؟ مخصوصا اگه اتاقای بیمارستان خالی باشه. خلاصه چپ و راست آزمایش و عکس و فلان اینها 2 روز ما رو اونجا نگه داشتن و ما هم به همین خاطر دیروز نتونستیم برنامه بذاریم. دلیلی هم که اینا رو به شما میگم اینی که آقای انصاری در برنامه قبلی 1-2 بار گفت که امیدوارم حال شما بهتر بشه. گفتیم بگیم برای دوستان، اگه دوستان خوبی داریم که واقعا نگران میشن اگه دوستشون حالش بده، بگیم نه بابا حالمون خوبه. برای دشمنانم بگیم، اگه دشمنانی داریم که انقدر احمقن که از به اصطلاح بیماری یه نفر یا ضعف یه نفر خوشحال میشن، بهشون بگیم که بیچاره ها این خوشحالی به اصطلاح پایدار نمیمونه. اصلا شما فرض کنید سوربی امروز مرد، خب هر غلطی میخواید بکنید وقتی مرد الان برید بکنید، منتظر نشین، برید دنبال کار زندگی. اینم همین. ممنونم. آقای احمد علی مسعود انصاری میگه برادر همیشه در پناه خدا باشید. مرسی، متشکرم. آقای عباس باقری درود بر شما. آقای حسن خزایی هم امروز به جای سالاد نوشته سلام. ما هم به شما سلام میکنیم. ضمناً آقای خزایی اصلا تو اون قسمت پیام ها به شما میگم، به فرخ میگم، به مجید میگم، به 20,000 تا دوست دیگه میگم، اصلا در قسمت پیام های فیسبوک برای من چیزی نفرستین و من ریسپاندم نمی کنم دیگه. از امروز به خودم قول دادم. دلیلش هم اینه که این دکترها گفتن که یک کمی باید استرستون کم کنی. دیگه قرصی نیست که بدن استرست کم کنی. چرا هست؟ از این قرصهای مورفین میدنت نشه میشه، استرست کم میشه ولی اعتیادت زیاد میشه. منم تصمیم گرفتم آقا ما توی این ایمیلمون هم تکست میاد، هم پیامای تلفنی میاد، هم ایمیل، و همین 3 طریق با شما در تماس باشیم از سرمونم زیاد.
آقا میام این ور، آقای حسن خزایی 10 تا لینک فرستاده، میرم اون ور فراغ 3 تا ویدیو فرستاده، میام این ور آقای سلامی 4 تا ویدیو فرستاده و من فکر میکنم، چی میگم، حدس نزدیک به یقین فکر میکنم خود اینا تمام اینا رو نگاه نمیکنن. امکان نداره یک کسی اینقدر وقت داشته باشه تمام اینا رو نگاه کنه یا تمام اینا رو بخونه. و من دیدم وقتی میفرستن هیچی نمینویسن، خب منم پاکش میکنم میذارم سطل آشغال. اگه یه چیزی بنویسی، بنویسی آقا نگاه کن اینجا چی میگه در رابطه با عکسی که آقای روحانی تو جلسه دولت گرفته و قیافه رو ببین چقدر عصبانیه. ببینم میتونم براتون پیداش کنم. اینم از این، آره اینم یه عکس دیگه، اینم بهتون نشون بدم. دوستان اگه شما هم یه مشکلی براتون پیش اومد حتما برید بیمارستان. این روزا هم خب اونا تکنولوژی جلو رفته، میبینید اینجا تا میری حالا خونو که میگیرن آزمایش میکنن، این ماسک رو روی دست شما باقی میذارن که والا درد سینه و اینها فراموش شد، ولی درد این هنوز هم هست که این از طریق این بتونن هی بیان بهتون همون آیوی که میگفتن تو ایران همینه، فکر کنم یه چیزی internal vein something بتونن به شما دوا بزنن دوباره اینها و قصد شما رو بگیرن و زایل کنن. من فکر نمی کنم زایل درست باشه، فکر کنم زایع درست باشه، سات زا و یه و این زایع، زایل فکر نمی کنم درست باشه. در اصل ممنونم از آقای سیاوش رحیمی، خوشحالم که با ما هستید و یه برنامه رو قبل از برنامه با آقای احمدعلی مسعود انصاری داشتیم، سعی میکنیم بدهکاریامون رو پرداخت کنیم، شما بدهکاریاتون رو پرداخت کنید اگه فکر میکنید به تلویزیون مردم بدهکارید. مخصوصا این دوست ما آقای اکبری، خب اگه شما دسترسی داری به اینترنت میتونی از آمازون کتاب بخری، رو اینترنت یه پیپل هم حمایت کنید. این یک. دو، این که گفتم داریم بدهکاریامون میدیم، من روز دوشنبه اعلام کردم که با آقای احمدعلی مسعود انصاری خواهیم بود چهارشنبه و چون چهارشنبه نتونستم، پس اولین کاری که کردم با وجود که برنامه ایشون قرار بود 2:30 باشه، آوردیم یک بعد از ظهر برنامه رو اجرا کردیم، به جای 45 دقیقه و 50 دقیقه و 1 ساعت هم 1 ساعت و 20 دقیقه برنامه گذاشتیم. به زودی روی یوتیوب میاد، روی فیسبوک هست. بعد از برنامه من الان نریا، الان اگه بری خدا فلجت میکنه. بعد از برنامه من برید نگاه کنید، نظراتتون رو بگید، با ایشون در تماس باشید و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشتید. بدهکاری دومی که دارم به اون دوست اون هست که از خلیج فارس زحمت میکشه برنامه های عقل بشر رو که امروز دیروز 65مینش رو ایشون فرستاده بود درست میکنن و میفرستن و وقتی من بهشون گفتم دیروز نبودم و نرسیدم امروز این کارو میکنم، گفتن که میتونی با عکس ها، گفتم نه متاسفانه وقت ندارم، چند دقیقه دیگه با آقای احمدعلی مسعود انصاری هستم و بعدش هم برنامه خودم. و ایشون گفت خب پس ولش کن هفته آینده نشون بده، چون یه سری عکس جمع کردن که میخوان با اونها نشون بدن. من بارها در برنامه گفتم دوستان دو سه تا کار هست که یک بلد نیستم و نمیخوام، هرچی هم نخوای انجام بدی خب بلد نمیشی دیگه. یکیش این فتوشاپ و عکس درست کردن اینا، من اصلا از روز اول علاقه ای نداشتم، چون یه چیز قلابیه، شما میری سر اینو گنده میکنی، کله اونو کوچیک میکنی، دست اینو دراز میکنی، دماغ اینو میکشی فلان اینا، اصلا چون خوشم نمیاد نرفتم. یکی دیگه کار ادیتینگ ویدیوه. ادیتینگ ویدیو اینه که اینجا رو کات کن، اینجا رو اضافه کن، اینجا عمم بود نمیدونم وقتی نشسته بود دامنش رفت بود بالا شورتش پیدا بود، اینجا این مثلا زن فلانی هست که من از هیکلش بدم میاد اینو نشون نده و اینا رو من خوشم نمیاد. دلیلش اینه که وقتی میشینی شما برای یه نفر ادیت میکنی، چون شما اون نیستید نظر شما با اون فرق میکنه. هرچی هم شما کار خوب انجام داده باشید، اون بعد که میاد میگه که خیلی خوبه ولی، همچین که گفت ولی یعنی ای کاش که اصلا اینو بندازم سطل آشغال، ای کاش اینو نشون نده دودی، ای من اینجا خندیدم دندون طلام پیدا شد، اینجا خندیدم معلوم شد که نمیدونم گوشم مصنوعیه، خب چه کار کنیم دوباره درستش کن. هیچ کم حاضر نیست برای این دوباره وقت گذاشتن به شما پول بده. من یادمه اولین باری که از ویدیو متنفر شدم این بود که برای یک کسی کاری رو انجام دادم، بعد مثلا بهش گفتم که این 2 ساعت وقت گرفته و ساعتی خواستم ازش پول بگیرم، گفت آقا این که کلش شده 15 دقیقه.
چجوری 2 ساعت وقت گرفته؟ گفتم والا حقیقت اینه که 6 ساعت وقت منو گرفت و من روم نشد به شما بگم. حالا 2 ساعت نمیخوای بدی، شما ربع ساعت هم مهمون من باش نده. بله، موضوعات جزئی و پراکنده را رها کرده و به دریای کاسپین بپردازید لطفا. آقای باقری، یه خبری برات دارم. یه دریایی هست به نام دریای کاسپین که ما دریای مازندران هم بهش میگیم. خوب شد؟ یا بازم بگم آقا چه چیزی شما نشستی که من بگم؟ چه چیزی که تا امروز نمیدونی و فکر میکنی من بیشتر از تو میدونم؟ واقعا بنویس اینجا آقا دریای مازندران این چیزایی که من و شما و دیگران تو فیسبوک مینویسیم نیست. دریای مازندران رو برو از آقای تیمسار آریانپور، برو تو بلاگش، تو وبلاگش بخون، ببین کجا به کجاست. بعد مگه همین دریای مازندران نیست که بابا تا موقعی که ما تو ایران بودیم جغرافی میخوندیم و به همون یاد میدادن، میگفتن این دریا یه قسمت کمیش تو ایرانه، شما بین اینجا و اینجا خط بکش، این مال ماست. بعد زمان خاتمی یه سری سر صدا کردن که چون روسیه شوروی جدا شدن از هم، تیکی تیکی شدن، اونا هم اومدن گفتن خب ما بغل دریا هستیم، دریا میخوان، ایران چنین و چنان. 2-3 روز پیش هم تو یکی دیگه یه قراردادی، من نه از قراردادهای دولت خبر دارم، نه جغرافیا بلدم، نه قانونهای جغرافیا رو میدونم که قانون چیه. آقا این پرژن گلفی که ما این بالا هستیم میگیم پرژن گلف، اون عرب بدبختم اون کنارش نشسته، اونم میگه عرب گلف. فوش میدیم، دعوا میکنیم. بس یا بازم بگم بعد این چیزایی که به نظر شما جزئی و پراکنده هست، تمام مشکلات بزرگ ما از همین موضوعات جزئی، از همین موضوعات جزئی که آقا طرف قلبش درد میگیره، دوستش بهش میگه آقا گرما زده شدی، یکم عرق شاتره با سنبل تیپ بخور خوب میشی. وقتی بدبخت سکت کرد دیگه زن و بچهش هستن که تا آخر اون باید یک گوشتی رو که فلج شده هی بچرخونن این ور، تمیزش کنن، بچرخونن اون ور، آب و خوراکش بدن. من موضوعات جزئی و پراکنده رو دوست دارم. شما اگه دوست داری راجع به دریای خزر بدونی، برو اونجا یکم شنا کن، برو روسیه بیا و بعد ببین که در زمان شاه به کشتی ایرانی اجازه ندادن. حالا اگه پیداش کنم برات میخونم. بعد کجای دنیا شما دیدی یه نفر بیاد بزنه یه تلویزیون نگاه کنه به اون بگه آقا بیا راجع به پدر بزرگ من صحبت کن؟ شما هستی که باید راجع به پدر بزرگت صحبت کنی. ما هم تماشا میکنیم اگه دوست داشته باشیم، اگه دوست نداشته باشیم میریم برنامه سوربی رو نگاه میکنیم که درباره جزئیات و پراکنده صحبت میکنه. ولی خوشحالم که با ما هستید. امیدوارم این چیزی رو که من میگم، نمیخوام بگم یاد بگیرید، ها چرا نگیم، امیدوارم اینو یاد بگیرید. ممنون و متشکرم. همین الان که گفتیم آقای خزائی و پیام و اینها، ایشون لطف کرد برنامه من رو با دوستانش شیر کرد. آقای خزائی، از شما به خاطر این کاری که انجام میدی ممنونم. همیشه هم این کار انجام میده. برای منم مینیسه برنامه شما رو با بیش از 500 نفر که جزو دوستان هستن من شیر میکنم یا در میون میذارم. من هم بیش از 500 بار از شما ممنونم. دیدید دیگه الان ایرانی ها میگن درودها، درودها به اندازه ایران. یعنی چی؟ متریه؟ کیلومتریه؟ حالا منم تشکرها بالای 500 تا که زحمتی که شما کشیدید به اصطلاح ما ازش قدردانی کنیم. یاد بگیرین کسی اگه برامون یه زحمتی میکشه ازش قدردانی کنیم و تشکر کنیم. برم سراغ برنامه ها و اونجوری همین چیزای پراکنده‌ای که براتون جمع کردم دوباره بخونم که پراکنده بشه توی مغز و خاطرات شما. ایران، خامنه ای، اینو خودم برای خودم فرستادم، الان میخوام بخونم، مشکل دارم. یعنی ما حتی اگه جوک میسازیم میگیم ملا نصرالدین وقتی یه چیزی مینوشت از بس دست خطش بد بود خودش باید میرفت نامه رو میخوند و به این وسیله دو بار پول میگرفت. یه بار پول میگرفت برای طرف نامه مینوشت، یه بار پول میگرفت برای طرفی که نامه به دست رسیده بود میخوند. ببین ملاها از همون قدیم زرنگ بودن.
و ما هممون فکر میکنیم اینا بی سوادن، زرنگ نیستن، عقب افتاده هستن. و ببین ما چقدر عقب افتاده هستیم که 40 سال حریف اینا نشدیم. حالا اگه این موضوع کوچولوه، شما دوست عزیز در معارج فکر کن، بیا به من بگو. با پوزش بدرود، خدا نگهدارت، به امید دیدار. مرسی. اینا رو هم پاک کن از اینجا. بله متاسفانه شما پرت هستی. خیلی ممنون. حرفای خالزنکی بسیار عالی. شما که میگی حرفای خالزنکی، به زنها داری توهین میکنی. برو به سلامت. خیلی خوشحالم که شما جزو بیننده های ما نیستی. شما بشین همین تلویزیون های پادشاهی رو نگاه کن که همشون با وافور و با منقل و با کازینو و با ورق میخوان برن به جنگ آخونده و دریای خزر رو بگیرن. برو عزیز من، خوش باشی. دفتر سید تیترش اینه: دفتر آیت الله خامنه‌ای درباره جمله جنجالی اشتباه کردم اطلاعیه داد. دفتر سید علی خامنه‌ای با انتشار اطلاعیه در وبسایت خود درباره تغییر اشتباه کردم که رهبر ایران اخیراً در مورد توافق هسته‌ای به کار برده بود توضیح داد. در این اطلاعیه جمله رهبر ایران در سخنرانی 2 روز پیش، یعنی روز 22 مرداد، این دیروز نوشته شده چون امروز هم پنجشنبه است، هم 25 مرداده، هم 16 آگوست 2018 است و پنجشنبه هم 25 مرداد 1397. در این اطلاعیه اینجوری گفته که در قضیه برجام بنده اشتباه کردم، اجازه دادم که وزیر خارجه ما با آنها صحبت کند، ضرر کردیم. این در حالی است که رسانه‌های ایران در همان روز جمله رهبر را به این شکل نقل کرده بودند: مذاکرات برجام اشتباه بود. در موضوع مذاکرات بنده اشتباه کردم و به اصرار آقایان اجازه تجربه را دادم که البته از خطوط قرمز معین شده هم عبور کردن. رئیس جمهور اعتراف کرد که اگر محدودیت های شما بود ما امتیازات بیشتری میدادیم. یا نبود. اگر محدودیت های شما نبود، برای هم تعارف میکنن، تعارف تکه پاره میکنن. بعد خامنه ای هم چون دیکتاتورها هیچ وقت حاضر نیستن بگن ما اشتباه کردیم، مثل ترامپ که در دیدارش با با پوتین گفت که بله من هیچ دلیلی نمیبینم که روسیه توی انتخابات آمریکا انگولک کرده باشه، بعد اومد گفت من منظورم این بوده که انگولک نکرده باشه. اینا حتی روزی هم که حرف درست میزنن، بعد میان اون حرف درست رو خرابش میکنن. و این هم همینه. در صورت این بخش از اظهارات خامنه‌ای ساعت چند ساعت پس از انتشار از خروجی خبرگزاری رسمی و نیمه رسمی ایران حذف شده بود. شما برای اینکه بفهمید سیستم ایران چقدر دیکتاتورشیپی هست و این خبرنگار و اینا به اصطلاح چقدر کم قدرت، همین که یه چیزی رو که گفته طرف حذفش میکنن، یعنی اگه سانسور هم نباشه خود اینا بیچاره ها خود سانسوری میکنن. این نشون میده که من و شما در چه کشوری هستیم. در برنامه قبلی آقای انصاری درباره شاه، درباره ملت و درباره سیاست خارجی ایران در زمان شاه صحبت میکرد، ولی وقتی صحبت همینجور ادامه پیدا کرد به این نتیجه رسید که آقا ما ملت باید خودمون رو درست کنیم. یعنی یا طرف برنامه من رو میشناسه، میاد میشینه نگاه میکنه، یا اگه نمیشناسه اقلا نیم ساعت میشینه نگاه میکنه، بعد به من دستور میده آقا درباره دریای خزر صحبت کن. ما باید خودمون رو درست کنیم. ببینیم آقای رحیمی چی میگه. به نظر من الان مردم احتیاج دارن یکی از افسردگی درشان بیاورد. هیچ کسی هم حق ندارد کسی را ملزم به کار کنه، مگر آنکه شخص به آن مسئله خودش را متعهد اعلام کرده باشد. آفرین آقای سیاوش رحیمی، درست هم نوشته، سیاوش رحیمی، بعضی هم نیستن سیاوش. بله این عباس آقا نوشته مجید عباس آقا بیا، اگر خال زنکیه دقیقا به درد تو میخوره. بله آقا سیاوش شما کاملا درست میگی. به همین دلیل من الان یه چند روزی تصمیم گرفتم آقا این سیاست و این مزخرفات رو بذاریم کنار. مخصوصا ما که میگیم آقا بلد نیستیم، نمیدونیم، درسش رو نخوندیم، بریم سراغ این که یه کمی از غم و غصه هامون کم کنیم. پیشنهاد شما برای اینکه از غم و غصه ها کم بشه، از افسردگی در بیایم چیه؟ لطف کن نه اینجا،
لطف کن برای من یه ایمیل بفرست. ایمیلم هم الان مجید تو این قسمت کامنت ها می نویسه usa.sorby@ همچین میگیم انگار مجید مثلا حالا ما داریم بهش حقوق میدیم usa.sorby@gmail.com و info@mardomtv.com. والا من فکر کنم ایمیل هامون اینا خیلی ساده باشه، یعنی شما یه بار که همین گوش بدی بهش دیگه یادت میمونه. حالا اگه مشکل هم هست باز مینویسی. ممنونم از نظری که دادید، من با شما 100% موافقم، ولی حقیقتش نمیدونم چجوری من از طریق برنامه تلویزیونی میتونم مردم رو از افسردگی در بیارم. خواننده وظیفش اینه، کمدین وظیفش اینه، ولی خواننده ما چون میخواد از آب گلالود ماهی بگیره، آقای خمینی که میاد میره براش آقا خوبی آقا قربونت برم میخونه، الان که فکر میکنه ممکنه حکومت چی بشه میاد با سیاوش قمیشی، بله گوگوش رو میگم، میاد با سیاوش قمیشی 40 سال بچه ها رو جلو پدر مادرشون میگیرن میکشن میبرن میخونه، فردا هم خدا میدونه برای چه کسی، چه دیکتاتوری، چه آزادی خواهی، چه رئیس جمهوری، چه شعری تعبیر شما بده. ولی پیشنهاد بفرستید بتونم خوشحال میشم، چرا نه. گفت از شما پیشنهاد فرستادن از ما هم خوندن، ولی اجراش منوط یا مشروط به این میشه که ما اصلا عرضه این کار رو داشته باشیم. و اما این فیلم همین امروز گرفته شده، شیعیان عرب را در کنار آرامگاه کوه احد در نزدیکی شهر مدینه نشان میدهد. اگر شد در این دوستمون اینو فرستاده و جالبه این دوست ما که خودش 40-50 سال قبل در رادیو تلویزیون ایران در مدیا و رسانه های ایران برنامه داشته، کارگردان بوده، تهیه کننده بوده و اینها، با وجودی که من این همه میگم از ادیتینگ بدم میاد، ببینید چی نوشته. اگر شد در پایان گفتار 15 ثانیه از بخش آخرش را نشان بده و نظر خودتان را بگویید. مرد سخنگو درباره شجاعت امام علی شعر میخوانه. دوست عزیز، من اگه بخوام 15 ثانیه از آخر این رو در یکی از قسمت‌های برنامه شما پخش کنم، ببین به صورت ساده میگم چقدر باید کار کنم. اول باید این ویدیو رو بیارم رو سیستم اینجا. حالا اگه سیستمش با سیستم ما یکی باشه که معمولا نیست، بیام اینو کانورتش کنم، تبدیلش کنم به سیستمی که ما میتونیم باش کار کنیم، یا MPEG یا MP4 یا ویندو. بعد بیارم بذارمش با چاقو، بیام برم اون آخرش مثلا میبینم که ببینم چقدر هست. حالا کلن اینم بد نیست نشون بدیم ببینیم چیه. دانلود، بله، اوپن، ببینیم چیه این و زمانش چقدر. یک لحظه، زمانش 2 دقیقه و 3 دقیقه است، ولی اینو من بیارم بذارم روی میز، مثل میز قصابی یاد کنه، کار کامپیوترم همینه، روی دسکتاپ که شما میذاری، دسکتاپ یعنی روی میز، وقتی میذاری، حالا اون وقتا با قیچی میچیدن با چسب میچسبوندن، الان باید بیای نگاه کنی برگردی اینجا، اینجایی که جمله شروع شد، درست که شما گفتید 15 ثانیه آخر، ولی ممکنه از 19 ثانیه آخر باید کات کنی که شروع جملهش باشه، کات کنیم، حالا اینو بیاریم بذاریم اینجا. وقتی برنامه شما به صورت صدا پخش میشه، صدای شما از یه دستگاه پخش میشه، این ویدیو از یه دستگاه دیگه. اینو کیو کنیم، آماده کنیم. کیو رو تو انگلستان بیشتر استفاده میکنه، حتی برای صف کشیدن میگن کیو، از اونجا شروع میشه. اینو نگه دارم، بعد بهش میگن تایملاین، یعنی برنامه شما 16 دقیقه است، از اینجا تا اینجا شما به من میگی این 15 ثانیه رو بذار دقیقه 13. خیلی کار میبره خدایی، و من از کار ادیتینگ بدم میاد، و چون همون حق مزایه کردن پولشو ندادن دیگه، هی گفتن بدم میاد بدم میاد، دیگه از انجامش بدم میاد. حالا این فیلم شما لود کردی فرستادی usa.sorby@mardomtv.com، این میاد به دستم میرسه، ولی از gmail.com اینو لطفا یا ادیتش کن، اینم میاد، ولی دیگه اگه قرار باشه در mardomtv.com باشه، اگه حتی بنویسن 1@mardomtv.com میاد، اگه بنویسن 1000 میاد، info@mardomtv.com، ولی usa.
یعنی ببخشید usa.sorbi@gmail.com. ممنونم، اگر درست نیست بفرمایید. خیلی ممنون آقا مجید، لطفاً ایمیل را بدهید. بذار خودم اصلا بنویسم اینجا usa.sorbi@ این جیرم بزرگ می‌نویسم که تا دیدین یادتون بیافتین که این جیمیله. و یکی دیگرش هم هست اینفو، اون دفعه اینفو رو اشتباه نوشت بودم، یه دوستی نوشت آقا اینفو رو نوشتی اینفا، info@mardomtv.com. این هم دوتا ایمیل من برای آقای سیاوش رحیمی. خب این ویدیو رو با هم ببینیم که دوست ما فرستاده، گفته حالا بذار رو ویدیوی رو برنامه که چهارشنبه هفته آینده است، ولی ما فعلا از حالا قاچاقی نگاه کنیم ببینیم چیه. این شیعیان رفتن کوه احد، کوه احد رو تو ضرب المثل میگیم یا نقل مقبره امام کیه، آقای پیغمبر که هست هست، نمیدونم والله دیگه اینقدر داستانا زیاده که خود ما یادمون رفته. بشنویم با هم یا ببینیم. وحق آل الرسول وجبل احد، وحق آل الرسول وجبل احد. این جبل احد چی فهمیدم؟ این همون کل هم کوه احده، میدونید مثلا اونجا جبل فکر کنم کوهه. ببخشید اینم اول نگاه کرد ببینید دوربینش حاضره، بعد صحبت کنم. فک علی ما والیت بلال ببطن صخرة وصاح وشتات وراس يردم راس وظل موقف حلو ما نقدر نوصفه بس نون المهر قام لي لك طيبوت. خب این که عربیه دوست عزیز، بله ما که چیزی نفهمیدیم، حالا شما میخوای با فارسی صحبت کنی بعد من این فیلمو بذارم شاید اونجوری قابل فهم باشه. ممنونم از شما دوستان، شما هم میتونید از طریق آدیو برنامه داشته باشید، میتونید از طریق ویدیو برنامه داشته باشید، میتونید با اسکایپ برنامه داشته باشید و این روزها همه چیز امکان پذیره و به قول آقای دکتر شهرام ایرانبومی خواستن در حد توان توانستن است. اینم بریم بی بی سی سر بزنیم ببینیم بی بی سی چه خبره. آمریکا میگوید ماهواره مرموز روسی یک زنگ خطر است. خب تمام این ما 30,000 تا اگه اشتباه نکنم میگن ماهواره تو هوا هست، یکی بنویسه how many satellite we have in urban یا چی بهش میگن orbit. ببینیم چی میشه، چند هزار تا ستلایت هست و چند تاشون برای چه کارایی گفتن ولی دارن ازش کارهای دیگه انجام میدن. آمریکا میگوید ماهواره مرموز روسی یک زنگ خطر است. مقام های اون دوستمون اگه هستش که خب داره حرفای خاله زنکی گوش میکنه خیلی خوشحالم، اگه نیستش که هیچی، ولی اگه هستش و داره خاله زنکی همین الان به من از مقامات بالا گزارش دادن که هر کسی درباره دریای خزر نگرانه فوری خودشو معرفی کنه به سازمان هایی که باور داره. اگه طرفدار رضا پهلوی هستید فوری خودتونی به رضا پهلوی معرفی کنید، اگه مجاهد هستید به مجاهدین معرفی کنید، کارگر کمونیستی هستی به کمونیستی های کارگر، و قرار شده همه اینا حمله کنن برن آب دریا رو با نی بنوشن و بیارن وسط ایران خالی کنن که حقشون گرفته بشه. مقام های وزارت خارجه آمریکا میگوین یک ماهواره مرموز روسی که رفتارهای خیلی غیرعادی نشان میدهد باعث نگرانی دولت این کشور شده است. روسیه این اظهارات را اتهامات بیپایه و افتراآمیز که متکی بر سوء ظن هست توصیف کرده. این نمیدونم چیه، یلین پوپلیت دستیار وزیر خارجه آمریکا و روز 14 اوت، یعنی همین 14 آگوست، در کنفرانسی در سوئیس گفت ما به یقین نمیدانیم که این ماهواره چیست و راهی برای تصدیق آن وجود ندارد. او ابراز نگرانی کرد که نمیتوان گفت آیا این شی سلاح است یا نه. این ماهواره در ماه اکتبر سال پیش پرتاب شده. خانم پابلیت در یک کنفرانس خبری در سوئیس گفت نیات روسیه در مورد این ماهواره روشن نیست. خب یکی بگه آقا شما با این همه دستگاه های به اصطلاح جاسوسی، با این همه جاسوس که دارید نمیدونید،
حالا برای مردم میگید مردم بیان بهتون بگن. بعد احمقا زنگ بزنید به آقای مسعود رجوی 201-303 به مرده ها مرحوم الرجوی و بهش بگید آقای مرحوم الرجوی دو سه تا ستلایت اون بالا داری، یک کمی برای ما به اصطلاح کوست یا چیز کن، تحقیق کن ببین این روسیه چه کار میکنه. یا به ترامپ بگید این دفعه که میره دست بوست پوتین ازش بپرسه که کجا به کجاست، نقل کجاست. و اما این هم آخر وفاداری و زحمت ما برای شما، فقط این را از ما نخواسته بودید. آهان این ببینیم چیه، امیدوارم که فیلمی باشه که ما بتونیم تو تلویزیون نشون بدیم. چون well, we've all heard the old saying, I'm so hungry I could eat a horse. Well, now there's somewhere to go for the بله. Well, we've all میگید که این دوست ما میدونید که میگه من به اصطلاح جزو حزب خران هستم، من جزو از طرف خرا صحبت میکنم و هر وقت ما اشتباهی هم یه وقت یه چیزی گفتیم که حق خرا ضایع شده، این دوستمون فوری از خلیج فارس شاکی شده و گفته که شما اینجا این چیز رو درست نگفتی. و حالا هم از همون خلیج فارس یه فیلمی برای ما فرستاده، میگه بفرمایید اینقدر به ما زور گفتید بار بردیم و اینها. و اینم این توی آمریکا یه چیزی دارن وقتی خیلی گرسنه‌شون هست، گشنه هستن، میگه من انقدر گشنه هستم که میتونم یک اسب رو هم بخورم. حالا ببینیم این چی میگه. Heard the old saying, I'm so hungry I could eat a horse. Well, now there's somewhere to go for the next best thing. A restaurant in Manly Vale has started selling donkey burgers and we're told they have quite a kick. Alana McIntyre has the story. آقا چرا اونجا میری دانکی برگر؟ این محمد تبعیدی تو راه بندر عباس. حالا خیلی جالبه، این زمان شاه دوستان تبعید کرده بودن از یه جایی که اونجا گوشت خر مثلا میداده به مردم، میاد یه رستورانی میزنه تو صحرای برهوت. حالا بعد دیگه مردم مجبور شدن وایسن اونجا، رستورانش هم اسمش رستوران، حالا چه اسمی هم داشت نمیدونم، ولی همه میگفتن رستوران محمد تبعیدی. و بعد اونجا هم گرفتنش، گفتن این خر و الاغایی که پشت رستورانش بی صاحب میچرخیدن اینا رو میکشته و گوشتشو میداده به مردم، گوشت کباب. ولی همه میگفتن که خدا وکیلی خوراکش خیلی خوب بوده. حالا این میگه یه رستورانی داره به اصطلاح گوشت خر میده به مردم و میگه دانکی برگر. ما قبلا هم شنیده بودیم این پادشاه‌ها و اینا مثلا تو شیر خر یا گوشت اسب، نمیدونم توی آلمان هم گوشت اسب میفروختن یا نه، ولی شما برو بازار ترکا گوشت خرگوش گذاشته بود، گوشت حیوانای دیگه گذاشته بود. و این که مثلا تو ایران ما گوشت اسب نمیخوریم معنیش این نیست که جاهای دیگه هم نباید بخورن. هر جایی هر چیزی زیاد بوده یا زیاد تونستن تولید کنن، اون آزاد و رایج شده که مردم بخورن. مثلا جایی اگه سوسمار زیاد، سوسمار میخورن و من و شما فکر میکنیم ما چون سوسمار نمیخوریم خیلی پیشرفته هستیم و به عرب میگیم عرب سوسمار خور، شما بیا فلوریدا گرونترین که نه، ولی گوشت سوسمار رو بهت میدن، مزه مرغ هم میده و قیمت گرونی هم داره. توی ایران اگه یک کسی بگه من دیشب قورباغه خوردم ما حالمون بد میشه، اینجا پای قورباغه یه خوراک نسبتاً گرونیه، همون چیزی که وقتی این آقای میت رامنی رفته بود پهلوی ترامپ، همه اینایی که احمقا باهاش مخالف بودن همچین که شد رئیس جمهور رفتن دست بوسیش، شب بهش شام پای قورباغه داده بود. و اینجوریه، کاباره شکوفه نو به مدیریت محمود قربانی کمی بالاتر از شهر نو بود. آها پتیک دو تا پیام فرستاده که خورد به این بیمارستان رفتن ما و اینها و نتونستم پخش کنم، ولی برای من نوشته بود اگه خواستی اینو پخش کنی اول به دوستان بگو که درسته که بی تربیتیه ولی حقیقت داره و ایشون میخواسته یه چیزی رو بگه، چون ما توی یکی از برنامه ها راجع به شهر نو در زمان شاه صحبت کردیم و این حالا پیغام گذاشته، من ببینم پیغامهاشو میتونم پیدا کنم. بله
آهان و آمده نوشته که ماجرای شهر نو. فقط من بهتون نشون بدم که این عکسی هم که فرستاده 90 درجه از این وریه. یه چیزی که من یاد گرفتم به شما هم میگم، ممکنه کمکتون کنه. من چند مدت پیش یه عکسی رو گرفتم و برای داداشم فرستادم. بذارید این کپچر، حالا بریم توی کپچر. این من هر وقت این کپچر استفاده میکنم از چی اسمش اسنیپر، یاد سعید میافتم که اینو به من یاد داده و ازش ممنون و متشکرم. در صورت که تو کامپیوتر همه هست، ولی اینم مثل مغزه که هممون داریم ولی ازش استفاده نمی کنیم. اینو شما بذارید من براتون بچرخونم، بعد بذارمش روی چیز پروگرامی که شما هم بتونید ببینید، یعنی توی این سیستم ماسمسکمون پلیر 2. ببینید این وقتی خواسته یه زنگ بزنه، اومده اول چند صفحه نوشته. این اون چیزیه که من به دوستم آقای حسن خزایی، به دوستان دیگه پیشنهاد میکنم، از کامنت نوشتن، نظر نوشتن شروع کنید، بنویسید، پیام گذاشتن بنویسید، بعدن بگید، برنامه اجرا کردن بنویسید، بعدن برنامه اجرا کنید، کنفرانس دادن، نمیدونم تو سمینارها شرکت کردن. هی پیشنهاد میکنم که یک کاغذی به عنوان پیشنویس یا چرکنویس داشته باشید، بنویسید. ببینید چند ورق کاغذ این نوشته گذاشته اینجا. حالا بریم پیامش هم پیدا کنیم، پیامهاش رو براتون پخش کنیم و ببینیم که چی گفته راجب شهر نو و چه ماجراهایی اونجا بوده که نظر پتیک رو. یکیش ساعت آگست 14، همین درسته دیگه، یکیش ساعت 12:02 صبح به وقت ما لابد بوده، یکیش 12:06. اول این 12:02 رو من پخش میکنم بشنویم با هم. آقای پتیک از کالیفرنیا، هندیمن خوبمون. کاکو جون سلام، پتیک هستم. این پیام در مورد شهر ما. به سال 1351 در کلاس پنجم متوسطه دبیرستان دکتر نصرت‌الله حکیم الهی معلم ادبیاتی داشتیم به نام دکتر هدایت‌الله حکیم الهی. او که فردی بالای 60 بود، در صحبتی در کلاس گفت کتابی چاپ کردم به نام با من به شهر نو بیایید. بعد از اصرار دانش آموزان توضیح داد که من نمی‌دانستم در نزدیکی دروازه قزوین محلی است به نام شهر نو که فاحشه‌ها در آنجا ساکن هستند و مشغول کار و کاسبی. دوستان گفتم برای رفتن آنجا کافی است به میدان مجسمه انقلاب فعلی رفته و با اتوبوس به محل عازم شدم. هنگام سوار شدن به اتوبوس به شاگرد راننده گفتم آقا من شهر نو را نمی‌دانم، کجاست؟ لطفاً موقع رسیدن مرا خبر کن. ضمن تعجب شاگرد و راننده، هنگام رسیدن به مقصد شاگرد و راننده با لحن تمسخرآمیزی گفت آقای شهر نوی پیاده بشو. ضمن سرکشی به محله بعدان و گفتگو با بعضی از آنها و آگاهی از کمبودها و اشکالات این کتاب را چاپ کردم تا افراد با درد جامعه آشناتر شدن. و اما این تجربه شخصی خودم، شاید سالهای 1352 یا 53 بود که به دانجا رفت. قابل ذکر است که این محله از دو خیابان موازی هم شاید 200 یا 300 متر که تا تعدادی خانه‌های یک طبقه و تقریبا کهنه ساخته شده بود و در هر خانه بستگی به وسع صاحب یا اجاره چی آن از 1 تا 5 فاحشه حضور داشت. در یکی از خانه‌ها چشمم به دختر جوان و معصومی افتاد که دلم لرزید. قابل ذکر است که برای تفریح و رفع حاجت به آنجا رفته بودم، اما نمی‌دانم چطور. خلاص پس از طی صحبت با پاهنداز و پرداخت شهریه وارد اتاق شدم. قابل ذکر است که اتاقها درد نداشتن و با پرده از بیرون جدا می شود. به داخل اتاق رفتم و روی تخت نشستم. اون پس از ورود و مشاهده کرد که من لخت نشدم. گفت چرا لخت نشدی؟ به آرامی که صدا بیرون نرود گفتم من می دانم که به اینجا تعلق نداری و به زور تو را آوردن. آدرس بستگانت را بده، برم اونها را خبر کنم و فردا برگردم. از او انکار و از من اصرار. خانم بزرگم پشت سر هم داد می‌زد یالا زود باش دیگران منتظرند.
برای اینکه بیشتر شک نکنن گفتم من فردا میایم آدرس رو میگیرم. با نشانی که از خانه داشتم روز بعد مراجعه کردم، دیدم نیست، لذا از پاانداز کوچک آدرس او را گرفتم. گفت همچین کسی را نداریم. از خانه بیرون آمدم و کلیه خانه ها را یکی یکی گشتم و پیدا نکردم. دوباره برگشتم. خب این پیام اولش تموم شد، اجازه بدیم بریم پیام دوم. من دارم دنبال اون فیلم شهر نو میگردم که یه گزارشی اگه اشتباه نکنم زمان شاه حتی اینو درست کرده بودن. اگه شما دوستان میدونید اون گزارش، یعنی میتونید پیداش کنید، برای من لینکش رو بفرستید یا بذاریم زیر همین فیسبوک. این پیام اول پتیک بود. در 3 دقیقه اجازه بدیم پیام دومش رو هم پخش کنم. چهل و چهار ثانیه است، 1 دقیقه هم نمیشه. نمیدونم چرا. آها میخواست بگه از خانه بیرون آمدم و کلیه خانه ها را یک یکی گشتم و پیدا نکردم. دوباره برگشتم، از آن یکی دیگر پرسیدم، گفت نداری. روز بعد دوباره مراجعه کردم، به ترتیب همه خانه ها را گشتم، اثری نبود. دوباره به همون خانه برگشتم. پیرزنی که قبلا فاحشه بود و الان به علت کهولت سن نظافت میکرد، آدرس و نشانی او را دادم. گفت ننی، 2 شب پیش شبانه او را به جای دیگر فراری دادن، دنبالش نگرد. به علت قرون جوانی کمی هارت و پورت کردم و یکی از نوچه ها گفت بزن به چاک و الا شکمت را سفره میکنم. این هم از برنامه شهر نو. موفق باشید، خدا نگهدار. حالا یادم افتاد آقای زرابی درباره ماجرای شهر نو میگفت و اینکه از اینا سفته و چک و ضمانت و اینا میگیرن و بعضی از اینها رو به اصطلاح با تهدید توی اون منطقه نگه داشته بودن، که من گفتم خب این باغ گل و سنبلی که شما تعریف میکنید از دوران شاه همچین هم نبوده. از این ور شهر نو اینجوری، از این ور یه عده شهروند کسایی که مورد ظلم و زور خانواده و تجاوز قرار گرفتن، بعدم همه عمرشون باید معتاد میشدن اینها و دولت هیچ کاری براشون نکرده. از اون ورم خود شما میگی ملاها هم در حرما نمیدونم افرادی رو که احتیاج داشتن اونا رو میبردن و نمیدونم ازشون سوء استفاده جنسی میکردن و ازشون هم پولم میگرفتن. و ولی مادر آقای زرابی چیز قشنگی نوشته بود، نوشته بود که ما دنبال یه حکومت بی عیب میگردیم، همچین چیزی وجود نداره حتی در آمریکا. صحبت از آمریکا که میشه، من امروز وقت داشتم که چون نرفتم سر کار امروز بعد از این ماجرای 2 روز تو بیمارستان، گفتیم بشینیم و استراحت کنیم، ولی استراحت ما کار کردن و کارهای عقب افتاده رو راستوریز کردنه. نشستم یه فیلمی رو که آقای فضائل عزیزان درست کرده درباره ماجرایی که براش پیش اومده و من از ایشون ممنونم. همینجوری که من میام راجع به بیمارستان میگم اگه شما یه چیزی اینجوری شد بهتره برید مطمئن بشید تا اینکه خدای نکرده بگید پشت گوش بندازید و بعد فلج بشین و استروک و استروک فکر کنم میشه سکته، این چیزای هارت دیزیز و اینا میشه امراض قلبی. در هر صورت این فیلم رو پر کرده، اونم اگه بتونم لینکش رو اینجا میذارم. خود عزیزان نیستش امروز یا سر کاره، اگه بود میگفتیم لینکش رو بذاره. دوستان خیلی جالبه، نشون میده یه آدمی که تا پارسال دانشجو بوده الان پرستار شده سر کار میره، و یه آدمی که تا چند سال پیش اینجا به عنوان یه پناهنده اومده، به قول خودش زبان انگلیسیش کامل نیست ولی از حق خودش نمیگذره، و وقتی که یه نفر آمده با ماشین زده بهش، میدونی ماجرای اون بیچاره بیژن قیصر که یه نفر با ماشین اومده بود زده بود بهش به ماشینش، بعد این قیصر وای نساده راه افتاده بود رفته بود، اون طرف که زده به ماشین این زنگ زده به پلیس که نوارا و اینا رو هم پخش نمی‌کنن، چون نشون میده که گند زده پلیس و اون پلیس پارک پلیس و فلان اینها، و
این ماجرای آقای فضائل گویا داشته کار میکرده، حالا نمیدونم با اوبر کار میکرده یا یه اوبری اومده زده بهش، چون اونو قشنگ توضیح نداده اولش. تصادف میشه، تصادف همیشه میگفتن ماشین مال تصادف و تصادف هم مال ماشین. ما امیدمون اینه که یه روزی راننده ها برن کنار، این خود ماشین ها رانندگی کنن. میشه مثل کی؟ مثل موقعی که الاغا خودشون میرفتن، بلد بود صبح ملا رو سوار کنه بره سر بازار، دم بازار از سوارش کنه بیاد خونه و تصادفات کم بشه. خلاصه عزیزان یه تصادف میکنه، اینجا وقتی یکی زنگ میزنه به پلیس که تصادف شده، آمبولانس هم همزمان میاد که اگه کسی مجروح شده ببرتش بیمارستان. خب آقای عزیزان رو آمبولانس سوار میکنه که ببره بیمارستان. عزیزان چون خودش پرستاره و خبر از این بیمه ها و اینها داره، به طرف میگه منو کجا میخوای ببری؟ مثلا میگه بیمارستان رستون. میگه آقا بیمه منو رستون قبول نداره، منو ببر فیرفکس. حالا من نمیدونم آتلانتا اونجا بیمارستان ها اسمش چیه. اون راننده آمبولانس که بعضی از اینا حتی زیر آبی پولی هم میگیرن که فلان مریض و فلان جا ببرن اینا، گفته من نمیتونم تو رو ببرم اونجا. عزیزان شروع میکنه ایرانی بازی در آوردن و داد بیداد میکنه. پلیس که میاد، راننده آمبولانس میره به پلیسی میگه این مسه. پلیس هم اینو میگیره میذاره تو ماشین، باز اونجا هم داد بیداد میکنه که البته به نظر من کار آقای عزیزان هم درست نبوده، نباید داد بیداد کنی، باید خیلی آروم خیلی خونسرد و البته بعضی وقتا خب آدم نمیتونه خودشو کنترل کنه. خلاصه داد بیداد میکنه، پلیس هم اینو میگیره و دستبند میزنه و اصلا بیمارستان رفتن و به وضعیت تصادف ایشون رسیدگی کردن یادشون میره و اینو میبرن زندان. 3 ساعت چقدر؟ اینجا 2 رقم زندان داریم، یکی بهش میگن جیل مثل بازداشتگاه، یکی زندان اون بهش میگن پریزن. این میبرن اداره پلیس و دستبند و اینا اونجا نگهش میدارن، بعد مثلا با قید ضمانت آزادش میکنن، یه تیکت هم بهش میدن، یه جریمه براش صادر میکنن. جرم شما چیه؟ شما به اصطلاح نظم عمومی رو به هم زدید و به خاطر این فلان روز بیا دادگاه. اینم باز یکی از حسنای آمریکاست که وقتی شما حتی برای رانندگی تیکت بهتون میدن، بهت نمیگه اینقدر رفتی الان پول بده، میگه این شما این جرم مرتکب شدی، اینجا امضا کن که من این کاغذ رو بهت دادم. امضا هم که میکنی معناش این نیست که شما محکوم شدی و مجرمیت خودت رو قبول میکنی، شما فقط امضا میکنی که من بهت گفتم این کاغذ رو دادم، شما فلان روز بیا دادگاه. حالا اگه یکی پول داشته باشه میره وکیل میگیره، یکی پول نداشته باشه جرمی باشه که وکیل لازم داشته باشه، دولت بهت وکیل چی میگفتن تو ایران، وکیل انتصاب نمیدونم چی میده. و عزیزان وقتی که میره اونجا بدون وکیل، میره به دادستان میگه که من این کاری که انجام دادم. خب یه کمی هم بحث کرده، کلش سیاسی دیگه، هی وایساده با پلیس بحث کرده که من چه جرمی مرتکب شدم، منو گرفتی، من میخوام فقط برم اون بیمارستان اینها. خلاصه دادستان بهش میگه آقا تو $500 بده برو، اصلا دادگام نیا، همینجا ختمش میکنی. میگه من برای چی $500 بدم، من پول ندارم. میگه خب پس بیا دادگاه. وقتی میره دادگاه وکیل نمیبره دوستان با خودش، این آقای شهرام ایران بومی هی به ما میگه مواظب باشه، وکیل که نمیبره اونجا تو دادگاه همه بر علیه این بودن، دادستان که وکیل مردمه و قاضی که یک زن سیاه‌پوست بوده و 3 تا پلیس دیگه هم میان شهادت میدن برای اون پلیسه. حالا شما خودتون فکر کنید برای یه چیزی به این سادگی مردم تکس پیر مالیات دهندگان چقدر باید مخارج بدن که یه روزی دادگاهی ساختمونی قاضی و پلیس و اینا همه این مخارج به اصطلاح جمع‌بندی میشه مردم باید بدن به صورت مالیات. عزیزانم اونجا چون وکیل نداشته، خودش نقش وکیل خودش رو ادعا میکنه، یه مقداری شوخی میکنه، یه مقداری جدی به این اون طعنه میزنه که آه شما همه جمع شدید اینجا که منو محکوم کنید. قاضیه بهش میگه تو اصلا قیافت چرا اینجوریه؟ عزیزان میگه من فکر نمیکردم شما میخواید رو قیافه من قضاوت کنید. حالا خود قاضیه یه زن سیاه‌پوست، این وقتی آمریکایی‌ها بعضی وقتا الان با ترامپ همدست شدن
و میگن این سیاه‌پوستا حالی که به قدرت رسیدن دیگه میخوان سوار ما بشن. آقا به من چی که پدر بزرگ من تو رو برده داشته، من که کاری به تو نداشتم، تا الان مثل من آزادی، برو کار کن، ولی حالا تو میخوای به من زور بگی. وکیل تسخیری، خیلی ممنونم آقای خوشنودی، میگه توی ایران به اینایی که نمیتونن چیز کنن دادگاه بهشون وکیل تسخیری میده. بله اینجا بهش میگن پروبونو، مثل که وکیل دادگاه که میده. anyway، در صورت وای میسه چی میکنه؟ قاضیه میگه که میدونی من اصلا از قیافه تو بدم میاد، من تو رو میشناسم، میدونم از چه کشوری اومدی، شما اونجا به زنها احترام نمیزنی. این میگه اصلا کیس تصادف من چیکار زنای ایران داره، چیکار دین من داره، چیکار کشور من داره. بحث بالا میگیره، قاضی میگه که من پنج ماه رو هم میگه 150 روز تو رو میندازم زندان که ادب بشی. اروا عمتون که زندانای شما کرکشن فسیلیتیه و مردم ادب میشن. طرف آفتاب دوز میره، ماشین دوز برمیگرده. ماشین دوز میره، سارق بانک برمیگرده. مواد مخدر اینقدر حشیش کشیده میره، وقتی میاد وای میسه تو خونهشون متلب را میندازه، یعنی آزمایشگاه از این شیشه و کریستال و فلان اینا درست میکنه. در یوتیوب لینک های زیادی درباره شهر نو هست. خب عزیز برادر میدونم هست، ما گفتیم شما که نشستی بیکار پیدا کن بذار اینجا برای دوستان دیگه. مرسی. این فرخ من باید یه برنامه باش بذارم، یه برنامه رنگارنگ گذاشته بود، موافق، مخالف، ممتنع. اون داور نه یکی دیگه افشین بود و خسرو بود و خدا این اسمت من همیشه یادم میره، یکشون نقش موافق بازی میکرد، یکشون مخالف، یکشون هم ممتنع. ما باید اینو چیز کنیم که یه برنامه باشه مثل خط آتش، مثل کراس فایر، که با هم کلکل کنیم الکی سر هیچ موضوعی یا سر همه موضوعات. در هر صورت آقای عزیزان میگه که بازم پرروبازی رو کنار نمیذاره، میگه شما فقط میخوای منو 5 ماه بفرستی من برم دادگاه تربیت بشم، من فکر کردم الان منو میبری بیرون اعدام میکنی، منو میذاری همه حبس ابد برم زندان و اینها، بچه پرروبازی در میاره. اب نداره دیگه، اینا تو ایران هم یه سری بچه پرروبازی در آوردن و زندان رفتن، دستگیر شدن، پناهجو شدن، آمدن اینجا، حالا اینجا هم فکر میکنن آزادی آزادیه، میخوان ازش استفاده کنن. البته توی این کیس و پرونده عزیزان شانس بزرگی آورده. دوستان برید روی گوگل و یوتیوب کلیک کنید افرادی که بیگناه تو زندان هستن و دادگاه میگه ما میدونیم این بیگناه، ولی ما نمیتونیم آزادش کنیم. باورتون میشه تو آمریکا خود سیستم قضایی میگه من میدونم این بیگناه، ولی من نمیتونم آزادش کنم. بمانه آقای عزیزان رو به سلام و صلوات میگن 5 ماه زندان، دستبند و پابند و زنجیربند و اینها، و این کاری که میکنه آفرین، تا میرسه اونجا شروع میکنه تلفن زدن و وکیل پیدا کردن و سازمانهایی پیدا کردن که کمک میکنه به افرادی که صدا ندارن. اینجا هم خیلی هستن، سازمان نمیدونم سیاه پوستان و فلان، سازمان مسلمانان و فلان، سازمان اقلیت های فلان. خلاصه یکی از اینا که تصادفاً از حقوق مسلمونا به اصطلاح دفاع میکنه میاد جلو و پرونده آقای عزیزان رو میگیره دست. اینو داشته باشید، دنبالش رو برید خودشو پیدا کنید و ویدیوشو تماشا کنید. اگرم فرصتی بشه من شاید دوشنبه با آقای فضائل عزیزان مصاحبه داشته باشیم تا ببینیم چی شده. حالا اون قاضی از کارش استعفا داده، فرماندار و رئیس نمیدونم فلان چی از آقای عزیزان عذرخواهی کردن، 5 ماه زندانشو باطل کردن، چون شما اینجا اگه بری زندان بعد هر جا میخوان استخدامت کنن این سابقه یا سوء سابقه روی پروندت هست. Once a while I have and I always notice it's due to meeting a new person a few days. بله یه دوستی درباره بیمارستان رفتن و اینها برای من یه جوکی نوشته که تلویزیونی نیست، نمیشه گفت. خب این از این، بیان ببینیم که این هم آخر وفاداری نشون دادیم که بله کاباره شکوفه نو اون رو هم گفتیم، پیام های پتیک هم پخش کردیم. حالا پتیک تو منو ترسوندی، همچی هم پیام های بدی نبود. و اما
یه دوستی نوشته آقا سلام، امروز برنامه شما را دیدم و از دل من سخن گفتید. از اینکه کمک به دیگران کردن بدون اینکه سندی یا نوشته‌ای داشته باشید و خودت را کله پا کنید. دوست داشتم صحبتی با شما داشته باشم ولی نمیدانم چه زمان برای ما خوب است. و میدانم خیلی گرفتار هستید. در ضمن عرض کنم که طرف ما که من کمک کردم بهایی هم هست. گرچه در زندگی انسانها را با دین و قومیت ارزیابی نکردم، ولی شما درست گفتید که اینها آب ندیدند و الا شناگرهای خوبی هستند. داستان را کوتاه کنم، دوست داشتم با شما هماهنگی کنم و هر جور شما صلاح بدانید ابراز کنم. خوشحال می شوم زمان معلوم بفرمایید که زنگ بزنم، اگر وجهی هم لازم باشد تقدیم خواهم کرد. شاد باشید. آقا میتونم بگم این یکی از تکست های خوب برنامه ما بوده. از آخر شروع میکنم چون آخرش گفتی من وجه هم میدم. یعنی آقا همینجوری که من میخوام حرف بزنم و از شما میخوام که برای حرف من ارزش قائل بشید، اول من برای حرف خودم ارزش قائل میشم و به شما میگم که من مفتخور نیستم. خب من برای شما اگه ننوشتم مینویسم که بهترین اینه که خیلی داستان جالبی بود. بله از زبان خودش اگه گوش کنی و خبرگزاری‌های آتلانتا و اینها و این شیطون بازی عزیزان که به اینا گفته بیاری ببینم این قانون اساسی. بله من داد زدم، من از دست به اصطلاح بی عدالتی شما تو خیابون داد زدم، ولی کجا میگه من اگر داد زدم باید 5 ماه برم زندان؟ این کجای قانون اساسی نوشته؟ بیا ببینم. پلیس گفته من نمیدونم کجا نوشته. گفته تلفنت درار، گوگل بزن که دادگاه خندیده. هرچی دادگاه خندیده اینا به اصطلاح جریتر شدن، ناراحتتر شدن. در هر صورت بازم پیشنهاد من به شما اینه که دوستان اگه براتون مشکلی پیش میاد قید 2300 دلار رو بزنید. بعضی وقتا وکلا اولین جلسه مشورتشون مجانیه، باشون مشورت مجانی کنید و خودتون رو به دردسرای بزرگ و اینجوری نندازید. و یه نصیحت بزرگ با آقای عزیزان میکنم. آقای عزیزان خیلی رو آزادی و قضاوت و حکم دادگاه آمریکا حساب نکن. میگه اهل تمیز خانه نسازند بر پلی. این یه پلیه، روش خانه نساز. دنیا پلیست رهگذر راه آخرت. اهل تمیز خانه نسازید بر پلی. یه وقت میبینی حالا این بار جستی، ولی میگه یک بار جستی ملخی، دو بار جستی ملخی، آخر به دامی. یه چیزی اینجوری مواظب خودت باش. بله اینم از این کاتگوری people and blog. نه اینجا من لینکی نمیبینم هنوز، ولی خیلی ممنون. خب اینم خوندیم. این دوستمون براش مینویسم که وقت میذاریم با تلفن یا چیز صحبت کنیم. خب پتیک وقتی که برنامه رو میبینه، همون جوری که برای اون خانم گلنار هم نشون دادیم عکسش، که بابا کاغذ قلم میذاره و مینویسه. من این 2 روزی که توی بیمارستان بودم فرصت خوبی شد که این کتاب آقای لادن رو بخونم. البته این کتاب مجموعه 4 بخشه یا 4 کتابه. من یک کتابش رو خوندم و فردا ساعت 3 بعد از ظهر با آقای امیر حسین لادن هستیم. اگه فرصتی پیدا بشه شاید درباره این کتاب هم صحبت کنم. و به جای یادداشت اینها، چون اونجا بیمارستان بود و قلم کاغذ با هم نبود، این تلفن رو برداشته بودم و هر جا که یه چیزی رو میخواستم خط بکشم یا نداشتم خودکار عکس میگرفتم. عکس ها رو گذاشتم اینجا که وقتی با آقای لادن صحبت میکنم به اصطلاح نشون بدم. وقتی هم بیرون هستم دارم رانندگی میکنم، یه ساختمونی میبینم، یه مشکلی میبینم، برای خودم پیام میذارم، یا به تلویزیون مردم زنگ میزنم اونجا پیام میذارم، یا با این دستگاه آدیو ریکورد ضبط صوت ضبط میکنم برای خودم. و الان مثلا امروز نگاه کردم دیدم 12 تا پیغام برای خودم گذاشتم. یکیش اینه که چون درباره تکس و مالیات و اینها صحبت کردیم، من به شما نشون بدم که بعضی وقتا پول من و شما چجوری خرج میشه. البته چون 330 میلیون هستیم اینجا و اینا هم وقتی پول خرج میکنن، مثلا میبینی پای شما 50 سنت افتاده، تو زندگیت هیچ تغییری به اون صورت نداده، مردم هم دنبالش نمیرن.
حالا اگه بتونم من اینو پیدا کنم که توی یک فولدر یا یک پوشه گذاشتم، ما ایرانیان پوشه رو با فایل اشتباه میکنیم. فایل یک ورق کاغذه، پوشه یعنی فولدر یا بذار ببینم، نه اینجا نیست متاسفانه، فکر کنم تو اون بود که نوشته بود شماره 4، ولی الان نمیتونم پیداش کنم. باید همه اینا رو بذارم یه جایی به نام عکس و اون عکس آقای انصاری. اون وقت تو برنامه آقای انصاری دنبالش میگشتم پیداش نکردم، حالا توی برنامه خودم اونو پیدا میکنم. در اصل یه عکسایی گرفتم از پیاده رو، نشون میده که چه پولای علکی خرج میکنن، چه چیزایی درست میکنن که اصلا به درد نمیخوره، و اگه بتونم اینها رو جمعه ردیف کنم بهتون نشون بدم. یا ببینم اینجا تو قسمت عکس نگذاشتم، ما اینقدر تیکه تیکه چیزا رو گذاشتیم که بعد حالا وقتی میخوایم پیداش کنیم پیدا کردن اونها مشکله. نه اینجا هم نیست و نمیدونم چرا، God knows. خیلی جالبه ها، بشر خدا رو درست کرده که همه چی رو بندازه سر خدا. مثلا من الان گفتم God knows، یعنی من نمیدونم، خدا میدونه. خب آقا خدا چجوری میدونه؟ تو عکس گرفتی گذاشتی یه جایی، دقت نکردی اسمش رو اینجا بنویسی. ببینم پیدا میشه یا نمیشه. نخه، یه عکسی گرفت بودم از یه ماشینی که اتوماتیکه کاملا و به زودی شما اینا رو تو خیابونا میبینید، نوشته بود 100% اتوماتیک و without driver، یعنی راننده نداره، ولی اون رو هم نمیتونم. همه اینا رو یه جا گذاشتم که نشونتون بدم همشو با هم گم کردم. البته آمریکاییام مثل ما هستن، به سادگی نمیگه یه چیزی رو گم کردم، میگه گذاشتم یه جایی که حالا فعلا جاشو بلد نیستم. اینم از این، تو 2 تا یا 3 تا فولدر نگاه کردم پیدا نشد، اب نداره، بعدا پیداش میکنم، مینویسم براتون میذارم، قولتون میدم. رو قولای مجریای برنامه هم خیلی حساب نکنید، چون دیدید تا حالا چند بار قولتون دادن، امسال دیگه میریم ایران. امسال اینا اگر 100 تا رژیم خوبم بیاد تو ایران، اینا ایران برو نیستن، همه دروغ میگن. ما راحتتون کردیم، میگیم آقا ما دیگه حوصله و سن سالمون هم قد نمیده بلند شیم بریم ایران. سهم ما هم برای شما. نیو فولدر 3، یکی دیگه هم پیدا کردیم به نام نیو فولدر 3. به به، پیدا شد، پیدا شد، پیدا شد. اول از این عکس شروع میکنم، بذار ببینم میتونم اینو بفرستم اینجا. بله، این عکس رو نگاه کنید. نه، 2 پلیر 2. بله، این عکس، البته اونجا نمیشه بزرگش کنید، پایینش نوشته که، بذارید تو این نشونتون بدم. این من پشت چراغ قرمز وایساده بودم، اینو دیدم، همون موقع تلفن رو در آوردم و یه عکس ازش گرفتم. این یه ماشین تسلا هست. تسلا میدونید که دوستان، برخلاف اون چیزی که ادیسون کلاش و شالاتان تبلیغ کرد و همه دنیا فکر میکنن برق رو ادیسون اختراع کرده، تسلا برق رو اختراع کرد و بیچاره همه این امتیاز و اینا رو هم فروخت به این و اون با پول خیلی کم. اونا پولدار شدن، خودش هیچ پولی چیزی نبرد. اولا من این نگاه کردم دیدم راننده اینجا نیست، یکی این ور نشسته بود. بعد دقت کردم دیدم این پایین، میبینید اینجا نگاه کنید، All electric self-driving car. Self-driving یعنی خودش رانندگی میکنه، All electric هم یعنی همش برقیه. و اینجا اگه نگاه کنید شما اگزوز نمیبینید، چون این برقیه، موتور برق، دود و فوتی نداره که اگزاز سیستمی هم داشته باشه. و تسلا درسته که خیلی ماشینه خوبی و پیشرفت کرده، ولی خیلی هم مشکلات داشته، بعضی از طرحاش هم به اصطلاح با شکست روبرو شده. این یکی. یه عکس دیگه فکر کنم اون روزم نشون دادم، ولی حالا باز اب نداره نشون بدم. اینو سعید میفهمه که میگه I'm not your moving body. من دوستی نیستم که بیام برای تو اسباب کشی کنم، چون تو آمریکا رسمه وقت میخوان اسباب کشی کنن دوستانشون رو صدا میزنن
یک پیتزا میخرن و چند تا آبجو میارن و اسباب کشی میکنن. این آقا یه استیکر خریده، چراغ ترمز یک طرفش هم نصفه کار کرده و میگه که yes this is my truck، بله این به تراک، به پیکاپ تراک که میگویم تو ایران، تاکسی بار منه، تاکسی که بگی یعنی مال همه است، ولی تو ایران هم پیکاپ میگفتن، این تراک منه، این کامیون منه، نه من برای شما چیزی رو جابجا نمی کنم، شما هم تو خیابون میتونید دوربینتون دستتون باشه از لانگ است که حواستون به رانندگی است. ببینید الان من اون عکسی که نشون دادم، مجید حواسش بیشتر از من بوده، گفت این چراغ ترمزش هم یکیش نصفش کار نمیکنه، یا نصفش کار نمیکنه. نه 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 اشتباه نکن عزیز من، این داشت رانما میزد و من چون عکس گرفتم فقط این رانمای این ورش روشن بوده، یعنی اگه یکم دیگه عکس میگرفتم اینم خاموش میشد. ببینید ما دوتا وایسادیم تو خط سمت چپ که بپیچیم، این قسمت رانماه و من هنوز در عجبم که ماشین وانت بار بله، حالا خود وانت دیگه چیه؟ ادیسون لامپ برق را اختراع کرد. آقای خازه یکم حواست باشه وقتی یه چیزی میسی، اشتراع کرد، نه اونم نکرده. شما برو ماجرای ادیسون رو بخون، ادیسون همه چیزاش مال این و اون بوده، ولی آدم بیزینسمنی بوده مثل این ترامپ، از این هم شارلاتانتر شاید، و همه رو به اسم خودش می‌نوشته، با یک قیمت کمی از اونا می‌گرفته. در هر صورت آقای خوشنودی خوشحالم که اینو گفتی، این ببین این یه خط ترمزش بالا، این ترمز این قسمت راهنماست که به نظر من راهنما رو باید بیشترین قسمت آخر ماشین خارج ماشین بذارن، چون شما بیشتر اینو می‌بینی تا این، ولی اینا که من استخدام نمی‌کنن عیب و ایرادشون بهشون بگم. خیلی ممنون، به نظر من چراغ راهنما باید زرد باشه و من اینو میخوام به شما نشون بدم که ببینید پول اینو، فکر کنم اون روز هم نشون دادم، پول شما رو میگیرن شهرداری ها، وقت میذارن چند تا مهندس مشاور و فلان اینها، بعد چجوری خرجش میکنن. بذارید من این عکس رو بزرگتر کنم، این جاییه که من از پارکینگ که میام پایین، این بیرون، این پایین بیرون پارکینگه، اینجا پارکینگی که آسفالته و نگاه کنید الان ببینید، من میتونم اینو پایین اینجوری بالا پایین کنم، یک لحظه امانم بدهید. چقدر خوشحالم که اون دوستی که دنبال دریای خزر میگشت رفت، حتما الان دریای خزر رو پیدا کرده و داره نجاتش میده. ببینید دوستان، جدیدن یکی دو سال یا چند ساله اینجا میان اینا رو میکنن، یه چیز اینجوری میذارن که یه کمی نقطه نقطه از زبره، یعنی اگه شما رو صندلی چرخدار یا صندلی چرخدار که نیست که، رو صندلی چرخدار باشی وقتی میای به این، میفهمی که داری به خیابون نزدیک میشی، مثلا وایسی، یعنی دیگه طرف نابینام هست. حالا نمیدونم دیگه، اینم قانونایی که اینا که نشستن تو آفیس میذارن و اجرا میکنن. اینا اومدن اینجا رو کندن، اینو گذاشتن اینجا رو آوردن پایین. شما مثلا ماشین تو پارک میکنی، با صندلی چرخدار میای میرسی اینجا. حالا شما به من بگو چجوری با صندلی چرخدار که میای میتونی از این ور یا از این ور این رد بشی، یا از این ور میافتی پایین یا از این ور، بعد تازه از همه اونا هم گذشته اگه نیفتیم پایین اینجا تازه میبرتت پله. ببینید نوشته stairs to lean street، این lean street یه خیابونی اینجا، تازه میبرتت تو پله، یعنی اینم از همون پولایی که بیهوده مصرف میکنم. عکسای زیادی اینجوری دارم، ولی یک چند تا عکس هم هست، کجا بود 3 شماره 3 فولدر شماره 3، مثلا یه عکسی دارم که یه نفر استبل اینجا را که مثلا 200 سال پیش 180 سال پیش برای اسبا چی درست میکرده، نل درست میکرده و اینا، الان تقریبا مثل موزه، مثل آثار باستانی و اینها نگه میدارن. من اینا را همینجوری که دارم میرم سر کار میام، وقتی میبینم نگه میدارم. یه چند مدت پیش یه دادگاهی رفتیم و اونجا من یه مدرسه ای رو دیدم که نوشته بود این مدرسه 200 سال پیش ساخته شده. ببینید این یه جایی بوده که چراغ گاز و اینا بوده، ولی الان دورش این سیمان اینا رو نگه داشتن و تابلوهاش هم هست. اجازه بدید من تابلوهاش رو پیدا کنم
بهتون بگم از این چیزها اینجا زیاده. اینا که مثل ما تخت جمشید ندارن پوز بدن، پس میان همین چیزایی رو که تازه پیدا کردن اینا رو نشون میدن و اینا رو پوز میدن و نگه میدارن و واقعا هم مثل آثار باستانی ازشون نگهداری کنن، چون باستان اینا همین 200-300 سال پیشه. کل این مملکت 400-500 سال قدمت داره. قبلش که حالا ما میگیم سرخپوست، اینا میگن نیتیو، بومی، یه چیز دیگه تازگی ها میگن، هر چی میگید قبلش اونا بوده. و این ببینید اسمش هم نوشته گاز سنترال استیشن کرکا 1900، مثل که سال 1900 بوده، بعدم اینجا 1917 و 1965 و 1900 تاریخش همینجور نوشته. The Hendon Gas Company was established in the early 1900s، یعنی توی قرن 19، البته 1900 میشه قرن 20. اینم یه ماجرایی که مثل ساعت وقتی میشه 12 ظهر، دیدید از 1 پی ام 1 ای ام شما شروع میکنید، به 11 که میرسه به جایی که بنویسه 12 ای ام گذاشتن 12 پی ام. خود ما هم میگیم 12 ظهر، در صورتی که این هنوز 12 صبح، 12 ظهر شبه. اینا دیگه برای نبانیان هست، برای نابینایان هست. آره اونی که میگی برای نابینایان، آخه نمیدونم والا، حالا اگه برای نابینایان هست این چیزایی که اینجوری زبر درست میکنن، اون کسی که رو صندلی چرخدار نشسته، خب اینجا رو برای نابینایان گذاشتی، هزار جایی دیگه هم اینا مشکل دارن که نمیتونن برن بیان. البته یه دوستانی مثل آقای سفر دادور و اینها هستن که زحمت میکشن دارن یه چیزایی رو نصب میکنن که بشه به اصطلاح نابینایان با گوششون، حتی با به اصطلاح ضرباتی که میزنه یواش مثل لمس و اینها، اینا رو بفهمن. فکر کنم اینم بهتون نشون دادم، اینم وضع سیم کشی آمریکا. و میبینید هر کسی آمده یه سیمی کشیده، مال تلفنه، یه سیمش مال نمیدونم برقه، یکش مال کیبله، هر کسی اومده خلاصه یه سیمی کشیده و هیچ کس به خودش زحمت نداده اینا رو توی کانالی ردیف کنه. و آمریکا از لحاظ سیم کشی خیلی زشته، تو خیابونا که میری وقتی باد و طوفان میاد چپ و راست این اصلا چیزای برق میافتن پایین، تیر چراغ برق و اینا همه میافتن پایین. و اما دیگه براتون چی گذاشتم، ساعت 3:14 است، بذارید ببینم اینجا چیزی هست که بهتون نشون بدم. اون ماشینی هم که پشتش فرابهر بود ولی بد پارک کرده بود، یا اگرم این خوب پارک کرده بود قبلیه بد پارک کرده بود، اونم اون روز نشون دادم. و اینم باز یکی دیگه از همین که جایی که آبر پیاده میره میاد اینجا، اگه اینو شما گذاشتی برای کسی که با کالسکه است، گذاشتی که برای کسی که با صندلی چرخ داره، ولی به اینجا که رسید دیگه هم میتونه رد بشه، اینجا هم که نرده است. بعدم همینجور یکی یکی این تیرای چراغ برقو اینجا زدن وسط این، شما ممکنه اینو درست متوجه نشید. بذارید ببینید این دیواره، این از اینجا تا اینجا دیواره، از اینجا تا اینجا زمینه، درست گذاشته وسط زمین و اینا نمیتونی از این ورش رد بشی، نمیتونی از این ورش رد بشی. خلاصه این که به قول آمریکایی‌ها میگن اولاً دیدیم پول مالیات ما کجا و چجوری خرج شد. اینم از این. خب بیایم برگردیم باز به اون نوشته ها. آها داشتم اینو میگفتم که پتیک میاد برنامه رو که نگاه میکنه خیلی با دقت مینویسه، میگه که برنامه رو شنیدم. اون روزی هم که من بهش گفتم پتیک چرا کوچیک نگاه میکنی بزرگش نمیکنی، گفته برای که من بیشتر موقعا برنامه شما رو گوش میدم مثل رادیو و برام تصویر مهم نیست. این بود که گفت میدونم چجوری بزرگش کنم اون تصویر رو، فول پیج و اینها. برنامه رو الان شنیدم، چند مطلب. اول برنامه اشاره داشتی به بدهکاری، تا آمدم در مورد آن شخص یادداشت بگذارم، مدت 15 دقیقه از 17 تا 32 صحبت کردی، از دقیقه 17 تا 32. آفرین بر شما که چنین مردم را تشویق به کار صحیح میکنی. دو، بلافاصله تشویق نمودی تا مشکلات بزرگ را کوچک و کم کم حل و فصل کنند، کاری که سالیان است این روش را پیش گرفتند. خب خوشحالم.
من در مقابل شما سر تعظیم و ممنونم، دستتان را نمی بوسم چون مانند علم و اقبال نمی خوام باشم. ممنونم، حتی لازم نیست سر تعظیمم فرود بیاری، همین که به اصطلاح شما برنامه رو نگاه میکنی، دوست داری و هی با دیدن اینا بیشتر میبینی و وجه مشترک داریم، من هم خوشحالم. با توجه به طول ساحل ایران و اندازه خزر، اگه اون آقا وایستاده بود ما به خزرم میرسیدیم، ولی اینکه اول برنامه بیای بگی آقا اونا رو ولش کن، پدر بزرگی منو بچسب، ما میگیم آقا برو دنبال کارت. با توجه به طول ساحل ایران و اندازه خزر تقریبا همان 10% است، مگر آنکه مبنا بر اساس چیز دیگری باشد. 4 افرادی مانند سلامی ها، ایشون منظورش دکتر رضا سلامی، افرادی مانند سلامی ها هستند که روشن فکر ما تبدیل به روش ان فکر شده. در پیام آقای زرابی شهر نو یاد مطلبی افتادم، برایتان پیام میگذارم، قابل پخش یا نه با صلاحیت شماست. ببینید این همون چیزی که من میگم، شما اگه پیام میذاری دلیل نمیشه که من پخش کنم. بالاخره ما اینجا آفتابدار مسجد شاه هستیم، حتما میدونید طرف رب مسجد شاه جیش کنه یا بره توالت، آفتابار که ردیف گذاشته بودن یه نفرم نشسته بود پشت یه سینی، پنج قرون دو قرون یک قرون تو سینیش بود، طرف این آفتابار رو تا برداشت گفت اینو بذار زمین، اونو بردار. گفت چیه این سوراخه؟ گفت نه آقا من بهت میگم اونو بردار اونو بردار. گفت خب چه فرقی داره؟ گفت خب آقا شما اینجوری که میگی به من بگو، من اینجا هیچ کاره هستم. که البته بعدا جوک ساخته بودن دوره آفتابای پلاستیک، میگفتن گفته دوم آفتابای آبی رو به زمین، آفتابای مثلا قرمز رو بردار. اون گفته من چه فرقی داره؟ گفته آقا من اینجا آفتابدار مسجد شاه هستم. این هم همینه، چون یه نفر مثلا پیام میذاره میگه آقا من نشسته بودم پیام منو پخش نکردی، میگم آقا شما پیام فرستادی من تبلیغ کتابت رو بکنم، ولی من نوکر عمتم. در هر صورت خیلی ممنون آقای پتیک که اینجوری شما، بعد تازه بنده خدا بعدم نوشته که یه نامه جدا که من ممکنه چون این چیزی گفته باشم که بی‌تربیتی باشه. کجاش بی‌تربیتی بود؟ آقا شما یه ماجرایی رو از معلمت، از ماجرای به اصطلاح مشکل یا موزل اجتماعی ایران گفتید، من از ممنون. و نوشتید که اون پنجمی بود زرابی، در آخر برنامه 4 صفت ممتاز ما ایرانی ها را ذکر کردی، بند مریضی را هم اضافه کن. اینو متوجه نمیشم به اون چند صفتی که اضافه کردیم. مریضی چی؟ یعنی مرض داریم؟ چون یکی از دوستان برای من نشون که آقا من مرض دارم، مرض من اینه که چیزایی رو که بلدم میخوام به دیگران منتقل کنم و بعضی وقتا باعث دردسر هم میشه. البته ایشون گفت بود به نظر میاد شما همین مرض رو دارید. من توی برنامه دوشنبه یک کلیپی رو پخش کردم از یه لاتی که گویا ایشون گندلاته و ما درجش رو درست نگفتیم، مثل این که مثلا به یه تیمساری بگی گروبان. سعید از کالیفرنیا نوشته سوربی، امروز درباره کلیپی که نشون دادی، این آقا یکی از جوجلات های ایران بوده که الان بیرون ایران هست و برای خودش عربده کشی میکنن، ای کاش بگی عرعر میکنن، با تهدید سپاه و دیگر اوباش، در صورتی که اصلا در ایران میگه عربده کشی میکند و یا تهدید سپاه و دیگر اوباش، در صورتی که اصلا در ایران نیست. اسمش هم هست امیر طاهرخانی، کافیست اسمش را در یوتیوب سرچ کنی خواهی دید. اما آنچه که شما بی خبری، لات‌های ایران هم کامپیوترایز شدن. حتما میگی چطور؟ ظرف این چند سال این لات‌ها میان در اینستاگرام پیج درست میکنن، بعد شروع میکنن تهدید و فحاشی به دیگر لات‌ها. در حال حاضر لات‌های ایران در شهرستان‌ها هم هستن، مثلا لات‌های کرمانشاه یا کرج با کردستان یا همدان. دلیل این رجزخونی ها در اینستاگرام SMS این است، چون خیلی ها در ایران و خارج نگاه میکنن، به تعداد بازدید کننده به این لات ها پول میدن، یعنی وسیله درآمد براشون شده. هر کس از این گنده لات ها یه اسمی برای خودشون گذاشته و هواداران را با علاقمندان این لات ها میبرن توی اون پیج ها، میرن توی اون پیج ها و میبینن و نظر میدن که آیدی فلان لات که
آی دیدید فلان لات به فلان لات دیگه چی گفت و و و. از همه مهمتر این لات ها وحید مرادی بود که هر لاتی میخواست معروف بشه این وحید مرادی را تهدید میکرد که پاشو بیا فلان جا و و و. وحید مرادی چند وقت پیش از زندان آزاد میشه، میره مهمونی که براش دادن، توی آن مهمونی یک لات دیگر را با چاقو میکشه، فیلمش هم توی یوتیوب هست، بعدش فراری میشه، بالاخره در یک دهات نزدیک مورد دستگیری قرار میشه، مورد دستگیری قرار میگیره، برمیگرده زندان، توی زندان به دست یه لات دیگه یا لاتهای دیگه که دنبال اسم و رسم هستن از بین میره. اون را هم من نشون دادم. خیلی ممنون. شما که آلمان بودید میدانید همه چیز زیر زمین است. اینجا توی آمریکا گران است، ولی برای اصلاح برای اسلحه ساختن و جنگ پول دارن. برای که اسلحه ها رو که میسازن پولش رو کشورهای دیگه میدن. و شما درست میگی، البته یادت باشه فرخ جان، توی آلمان چون آلمان کاملا ویران شد، خراب شد و از نو ساختن، اینی که سرویس مترو نمیدونم سرویس آب و برق و کانال و اینها رو اون موقع فکر کردن، گفتن حالا که دیگه داریم میسازیم یه ده متری هم بریم پایین کانال آب بذاریم، کانال برق بذاریم، کانال تلفن بذاریم و اینا درست شد. ولی آمریکا وقتی اینجا اون غرب وحشی وحشی بوده، بزرگترین امتیازشون این ریل راه آهن بود که چینی ها بدبخت ها ساختن، زحمت کشیدن و اینا شروع که کردن، اون موقع هنوز که برق نبود ولی تلگراف بود، تلگرافو که گذاشتن، این AT&T که بعضیا نمیدونن اسمش هست American Telegraph and Telephone یا American Telephone and Telegraph AT&T، اینا اومدن برای که آسون باشه درست کنار همون ریل راه آهن این به اصطلاح تیر تلگراف و اینا رو زدن. این تیرا هم درخت دیگه، درخت کات کردن توی روغن میخوابونن که حشرات و نمیدونم چیزا نتونن برن بخورنش یا توش لانه بسازن پوک بشه، میندازن تو نفت سیاه و غیر و اینها و سالهای سال دوام پیدا میکنه. خب حالا تیر تلگراف رو داشتن، اداره برق که آمد گفت من دیگه چرا برم زیر زمین یا برم رو، یه پولی میدم به اداره تلگراف این برق ما رو اون پایین بکشه. اینجا همش سر پوله، شما درست میگی. این بود اداره تلفن هم که بعد آمد که خط بکشه، گفت خب ما که مال خودمونه دیگه، این خط تلگراف میرفته، حالا تلفن هم آویزون میکنیم. پس چی شد؟ تلفن و تلگرام و کیبل برق و اینا همش شد روی یکی. بعد اینجوری شد، حسن علی برق میخواست از این ور خیابون میکشیدن مثل هندوستان میدادن بهش، دیگه برو زیر ریل و از اون ور بیا و اینها نبود. حالا شانس آوردیم لوله آب رو نفرستادن این بالا، و الا هر روزی برق میرفت و اینا میزد، این آبم میریخ که اتفاقا لوله های آبم الان اینجا بعضیاش 90 سال کهنه شده و میشکنه و میترکه و اینها. درصد ممنونم که نوشتید. اگر کمتر از صحفید هست خلاف هست. حسن خازعی، اگر کمتر از 100 فیت هست، حسن جان خیلی غلط غلوط می نیستی، تو رو خدا درست می نیستی، یا فانت فارسی بگی که اقلا اگه می نیستی بینیم نزدیک به چی هست. یه دوستی یه تلفنی گذاشته، یک پیامی گذاشته، دوستان بیان با دقت به این پیام گوش بدید و من یه عکسم برای شما بذارم ببینم این عکسی بود که انسان بودن و اینها. ما این رو هم برای شما اینجا، بله پلیر 5 و پیام این بانوی عزیز رو با هم میشنویم. از 415 زنگ زدن. بفرمایید. آقای سربی خسته نباشیم، میبخشیم که دوباره مزاحمتون شدم با اخباری که من شنیدم که در واقع حقیقی هم هست. دریامون رو هم فروختن، زمین هامون هم فروختن، همه خبرگانمون هم که دارن از مملکت یا رفتن یا دارن میرن. من نمیدونم کسی که میاد اگر جمهوری اسلامی بره، کسی که میاد چی کار میتونه با مملکت بکنه. ولی چیزی که باعث تعجب من هست اینا نیست،
تعجب من از اینه که با این اوضاع وخیمی که ما الان باهاش روبرو هستیم در اینجا فقط تلویزیون ها به هم میپرن، این به اون فوش میده، اون به اون فوش میده، اون مزدوره، این خدمتکار یا خدمتگزاره، همه اینها اصلا نشونی از مقاومت و ملت ایران در خارج نداره و هیچ نوع کمکی به داخل ایران نمیشه و هیچ نوع تظاهراتی رو در اینجا تشویق نمی کنن. من نشنیدم که اینجا تظاهراتی به نفع تظاهرات داخل ایران انجام بشه. من ندیدم کسی بیاد یک استشهادی تهیه بکنه و نیرویی رو بسیج بکنه که کمک بکنه به داخل ایران، من ندیدم. و حتی آقای رضا پهلوی هم با این همه ثروتشون نخواستن که سرمایه گذاری بکنن و داخل ایران رو به نحوی تقویت کنن تا بالاخره بشه این رژیم منحوس رو بیرون انداخت. برها میبخشین مزاحمتون شدم، ولی ممنون میشم اگر بپردازین به این پریدن هایی که این به اون، اون به اون میکنه و به هم توهین میکنن، همدیگر رو تحقیر میکنن. آیا بهتر نیست که همه جمع بشن و دست به دست هم بدن؟ شاید بتونیم کاری برای ایران بکنیم. متشکرم، موفق باشید. ممنونم از اینکه برنامه ها رو نگاه میکنید، بیشتر ممنون که لطف کردید پیغام گذاشتید. ببینید دوست عزیز، از خودتون سوال کنید، اگر امروز یه تلویزیونی شما با روشن میکنید نگاه کنید، بهتون بگه که جمعه بیاین جلو فدرال بیلدینگ، ما میخوایم تظاهر کنیم برای تظاهرات ایران. شما نمیدونم، شاید بازنشست باشید، شاید یه حقوقی داشته باشید، ولی خیلی ها میگن آقا ما که جمعه سر کاریم. اگه گفت یه شنبه بیان، میگه آقا ما یه هفته کار میکنیم، یه شنبه میخوایم بریم برسیم به لباسمونو بدیم، خوشرویی بریم، حمام ماشینمونو بشوریم، حالا یه شنبه بیان اینجا جلو فدرال بیلدینگ. و این کارا رو انجام دادن، نتیجه ای نداشت. دوست عزیز، تظاهرات ایران وقتی کفاش ها میرن تظاهرات صنفیه، برای که چرم زیر کفش رو گرون کردن، کار بسیار درست، کار بسزا، میره جلو اتاق اصناف خودشون تظاهرات را میندازه. من و شما اینجا پتیشن یا تومار پر کنیم که چی؟ وقتی نه بابای من کفاشه، نه شما سهمی دارید، وجه مشترکی دارید با اونها. اگه یه روزی ایرانی ها جمع شدن گفتن حقوق و آزادی بشر رو نمیدونم حقوقمونو میخواییم و اینا تو خیابون، بله شما اینجا به شرطی که بری، احتمالا یه کسایی هستن میان میگن بیان بریم تظاهرات کنیم، همبستگی خودمون رو با تظاهر کنندگان ایران نشون بدیم. برای من طرف مینویسی که نمیدونم اینجا شما به هر کی میتوانید بفرستید، این شنبه برای اکثاری که نگاه میکنم میبینم نوشته که صنف کفاش آمده برای چرم کفش تظاهرات کرده. خب این از این. ولی راجع به این که دریامون رو فروختن، زمینها رو ما هم فروختن، خدا کنه همش رو بفروشن، شاید خریدار بعدی به قول همون لاته شاید چین باشه، بیاد با اون بهتر رفتار کنه. و این ماجرای دریامون رو فروختن، زمینهامون هم فروختن، خب رضا شاه هم رودخانه هامون نمیدونم چیه اونو داد، آقای شاه هم بحرین رو داد. به من و شما به عنوان یک فرد این ملت اونجوری اثر نمیذاره. و این روابط دولت ها و اینا رو ما نمیتونیم توش دخالت کنیم. همینجوری بیایم بگیم آقا نباید بدن، مگه میان ازمون رأی بگیرن که ما حق رأی داشته باشیم؟ من نمیدونم، ما هیچ وقت تونستیم نقشی داشته باشیم تو کارهایی که دولت میکنه؟ بگید به من کی نقشی داشتیم. طرف میاد به جایی که از مردم ایران سوال کنه که شما میخواین بحرین ازتون جدا بشه یا نه، میره از اهالی بحرین که اون موقع عربستان و اینور و لابد پول بهشون دادن سوال میکنه که شما میخواین جدا بشین؟
اونا میگن بله میخواهیم، اونا میرن. همه کارا غلطه. و ماجرای رضا پهلوی و پور، اینو کاملا شما درست گفتی. اگه آقای رضا پهلوی فردی بود از خود گذشته، از پول گذشته، بعد ممکن بود یه امیدی بهش داشته باشه. ایشون به شدت خسیسه، خانوادتن گدا هستن، گدازاده. اصلا اینجوری توهین میشه به گداهای بیچاره، چون بعضیا والله گدا هستن، ولی این طرف یه 5 دلاری میندازه جلوش میذاره رو چیش، بلند میشه میره به اونور خیابونی هم یه چایی یه کافی میده. اینا میرن اونور خیابون یه پولی هم از اون میدوزن. آدمای خسیس، آدمای چی میگن، خلاصه آدمای بدی هستن. ماجرای مقاومت و بیایم استشهاد درست کنیم، من خیلی جالبه، آقای بیژن جعفری یک آهنگی رو فرستاده بود که امیدوارم این رو بخونید در ایران. من دیروز وقتی اومدم، من دو سه تا عینک دارم، این عینک مال کامپیوتره، اون عینک مال رانندگی بود، چون از بیرون اومدم با اون نگاه کردم. خوندن و امضا کردن اینجا مثل هم نوشته میشه، SIGN SING. ببینید یعنی چهار تا حرفش هم یکیه، ولی یکیش این حرفه، این وره یکیش این حرفه. من وقتی نگاه کردم فکر کردم ایشون میگه اینو امضا کنید به امید مثلا آزادی ایران. بعد آقای خوشنودی میگه رضا پهلوی جون میده اما پول نمیده. حالا اینو شما میگی، ولی این کلن خیلی ممکنه چیزای دیگه بده، ولی نه جون میده نه پول میده. بمانه، من برای دوستم آقای بیژن جعفری نوشتم که حالا که اسمش میاد این والنتاین هم بذاریم، اگر خواستید ماشین بخرید یا ماشین بفروشید با اینا تماس بگیرید. والنتاین موتور، شماره تلفنشون از 301-735-7553، خرید فروش و معاوضه اتومبیل در خدمت شما هستم. بهش براش نوشتم که بیژن جان، من 20 ساله که این چیای کامپیوتر و اینها رو 20 سال حالا کمتر میبینم، تو به این پتیشن و نمیدونم تومار و اینها، شما به من بگو این همه امضا کردین کدام یک از اینها کارساز بوده. بعد ایشون احتمالا وقتی دیده گفته این سوربی دیوونه شده. حالا ما رفتیم بیمارستان، لابه دوستان فکر کردن ما رفتیم تیمارستان، چی میگه؟ من دارم میگم آهنگ بخونیم، ولی بذارید من این آهنگ رو پیدا کنم. من نمیدونم با این آهنگ خوندن، حالا ما برای که شما رو خوشحال کنیم دوست عزیز، بگیم تلویزیونای ایرانی خیلی کار میکنن. آخه این کارا هم کار نیست که ما بیان آهنگ پخش کنیم با سرود ای ایران، که بعضیا به اشتباه میگن سرود ملی. دوستان، سرود ای ایران هیچ وقت سرود ملی ایران نبوده، و اگرم یه روزی تصمیم بگیرن بذارن، مطمئنم موجب دردسر میشه. سرودی که میگه ما از همه بیشتر میفهمیم، خاک ما از جواهرات دیگران بهتر و ایناست، یک کمی جنبه نجات پرستی داره و من فکر نمی کنم این سرود اونجا کار کنه. این سرود در زمان خودش کار کرده و خوب بوده، حالا نمیتونم پیداش کنم. در صورت یه عده رفتن یه جایی سرود ای ایران رو خوندن و اوکی، امیدواریم که سرود ای ایران به زودی در ایران خونده بشه. آقا سرود ای ایران رو تو ایران میخونن، هنرپیشه‌های همین دوره و زمان فیلم ازش پر کردن و از اون آقای پرستویی و دیگران فیلمشون هست. ما یه کمی چون دور هستیم از ایران، اطلاعاتمون اینا، اینجا آمریکایی‌ها میگن زنگ زده. دیدید یه چاقویی که باش کار نمی‌کنید زنگ میزنه. ماشینتون رو 3 روز پارک کنید، وقتی میرید ترمز می‌زنید این روتورتون زنگ زده. حالا توی شیراز به کپک میگن پورمک، میگه آقا مثلا این اطلاعات شما پورمک زده، یعنی خیلی مونده. اینجا فکر کنم به این کپک و پورمک و اینا ملدم میگن، اون چیزی که شما کنار یه دیواری اگه یه آبی وایساده باشه بعد از چند مدت سبز میشه، بعد میبینیش روش یه سری مثل تار درست میشه و اینا، خیلی هم خطرناکه. حتی میگن استنشاقش به اصطلاح برای ریه و اینا ضرر داره، باعث حساسیت و پیدا شدن حساسیت، بعضی اصلا به مولد حساسیت داره. در هر صورت پیام شما خیلی خوبه،
امید و آرزو داشتن، به امید روزی که همه ما یکی بشیم. خب یکی هم از راه میرسه میگه یه باد سیام بیاد ببرتتون. آقا خانم قرار نیست همه یکی باشن. شما کجا زندگی میکنی؟ این 415 مال آمریکاست. مگه تو آمریکا همه یکی هستن؟ مگه تو این آمریکا که آقای ترامپ این قانون لوله کشی کانادا به نمیدونم پایین رو تصویب کرد، الان دارن میزنن ترم، میگه آقا پدر من اینجا خاک بوده، استخوناش داره میریزی بر بر. این سرخپوستا، این نیتیوا، این کسایی که مال اینجا بودن میگن زمین مقدسه و زمین رو نباید برای چیزایی که میشه یه راه دیگه داشته باش. بله میخوای خونه بسازی، خب بیا روش بساز، ولی نه یا بکن آپارتمان چند طبقه. این زمین رو نباید دست بزنیم، باید نگه داریم برای نسل‌های بعدی. ولی آقای ترامپ آمده قانون لوله‌کشی کانادا برای که یه پولی زیر آبی بهش دادن یا زیر آبی خواهند داد. ترامپ باز دیروز یه گند دیگه بالا زد و آمد کسایی رو که در رژیم‌های قبلی آمریکا چیز داشتن، به اصطلاح یک اجازه‌ای داشتن که اینها میتونن پرونده‌های به اصطلاح بایگانی و محرمانه رو ببینن، هر کسی حرفی زده که بر علیه این بوده، این اومده چیز کرده و اینا شدیداً نگران شدن. میگن آقا این قدم‌هایی که این ور می‌داره قدم‌های آهسته و پیوسته‌ای هست که به دیکتاتورشیپی یا به دیکتاتوری منتهی میشه. این هم از این ماجرا. و اما بریم سراغ بله اینو پاک کنیم. آقای باقری رفتن یه جایی موضوعات خیلی بزرگ رو داشته باشن. خیلی خوشحالم که ایشون آمد و خیلی خوبه. همینجور که من به دیگران میگم برین تلویزیون های دیگر رو مقایسه کنید، بعد طرف میاد میگه آقا سه ماه رفتم نگاه کردم، بازم شما که اولا میگی من سواد سیاسی ندارم، اینو ندارم، اونو ندارم، و خیلی صادقانه صحبت میکنی، بیشتر برنامه داری از مردم سوال میکنی، اینا همشون ادعا دارن همه چیز رو میدونن و وقتی آدم نگاه میکنه اعصابش خرد میشه. صحبت از ترامپ شد، بریم عروس و دوماد رو ببینیم. حتما میپرسید ترامپ مگه بازم عروسی کرده؟ و بله بفرمایید. این هم آقای ترامپ و این هر جا میره معمولا میره دنبال کسایی که نصف سنش عمر سن داره. بله ما نیامده این فقط به خاطر آنکه همچون گوسفندی زندگی کرده باشیم. اینو دکتر آرمانی برامون نوشته، آقا داریوش. من اینجا میخونم، نخوندمش تا حالا. میگه که دیر میستر سوربی may you like this best wishes، میگه که شما امیدوارم اینو دوست داشته باشی. روزی در مجلس ختمی مرد متین و موقری که در کنارم نشسته بود و قطره اشکی هم در چشم داشت آهسته من گفت آیا این مرحوم را از نزدیک میشناختید؟ گفتم خیر قربان. گفت خیش دور بنده بود و به اصرار خانواده هم آمده. گفتم خیر قربان، این فامیل دور بنده بود و به اصرار خانواده هم آمدن تا متقابلا در روز ختم من خیشان خیش به اصرار خانواده بیایند. حرف من را نشنید چرا که میخواست حرف خودش را بزند. پس گفت بله خدا رحمتش کند، چه خوب آمد و چه خوب رفت. آزارش به یک مورچه هم نرسید، زخمی هم به هیچ کس نزد، حرف تندی هم به هیچ کس نگفت، اسباب رنجش خاطر هیچ کس را هم فراهم نیاورد. هیچ کس از او هیچ گله و شکایتی نداشت، دوست و دشمن از او راضی بودند و به او احترام می‌گذاشتند. حقیقتاً چه خوب آمد و چه خوب رفت. گفتم این به راستی که بی شرمانه زیستن است و بی شرمانه مردن، با این صفات خالی از صفت که جناب عالی برای ایشان برشمردید نمی آمد و نمی رفت خیلی آسوده تر بود. آخه آدمی که در طول 70 سال عمر آرزارش به یک والا مقام دزد منحرف، به آدم بدهکار هرزه، به یک چاقوکش باجگیر نم نرسیده، این چه جور جانوری است؟
آدمی که در طول 70 سال حتی یک شکنجهگر را از خود نرنجانده و تو گوش یک خبرچین خود فروش نزده، با چنگ و دندان به جنگ یک رباخار کلاهبردار نرفته، پس گردن یک آدم فروش متقلب نزده و توفی بزرگ به صورت یک سیاستمدار خود باخته و وابسته به اجنبی نیانداخته، با کدام تعریف آدمیت و انسانیت تطبیق میکند؟ به چه درد این دنیا میخورد؟ آقای محترم، ما نیامده ایم که بود و نبود ما هیچ تأثیری در جامعه، بر تاریخ، بر زندگی، بر آینده نداشته باشد. نیامده ایم تا پس از مرگ ما بگویند از کرم خاکی هم بی‌آزارتر بود و از گاو مظلومتر. ما باید وجودمان و نفس کشیدنمان، راه رفتنمان، نگاه کردنمان، لبخند زدنمان هم مانند تیغ به چشم و گلوی بدکاران و ستمگران برود. ما نیامده ایم فقط به خاطر آنکه همچون گوسفندی زندگی کنیم کرده باشیم که پس از مرگمان گرگ و چوپان و سگ گله هر سه ستایشمان کنند. بله، اینم از این. نه ببین، این نوشتارا این روزاست که همه میشینن تنها هستن یه چیزی مینویسن. هممون میدونیم که اگه یه نفر اینجوری گفته، منظورش این بوده که این آدم انقدر خوب بوده که یه آدم خوبی رو اذیت نکرده، مال یک آدم خوبی رو نخورده، یک کسی رو که آزارش به کسی نرسیده این نرفته بهش آزار بده. و اینی که شما میگی، از خودمون سوال کنیم آقای دکتر، من و شما تو زندگی چند بار زدیم پس گردن بدکاران؟ چند بار رفتیم رو یقه رباخاران گرفتیم؟ اگه شما میخوای یقه رباخاران بگیری، از فردا با سنگ دستت باشه بزنی شیشه های بانک اینجا رو بشکنی. نه، این نوشته ها به درد همون اینترنت میخونه. بله، میگه که خوشنودی میگه ترامپ میگه F-35 نامرئیه. اگه برنامه من اون روز نگاه کرده بودی، من بهت گفتم که اینها اینویزیبل ساختن به اصطلاح اسلحه و اینها، و ترامپ الان راه میفته میره عربستان میگه که یه توپی میخواین که گاهی وقتی تو هوا هم پرواز کنه. عربستان میگه بله، میگه ساختیم، انقدر پول بده. اونها میگن کو؟ میگه اینا نامرئیه، اصلا تو آمریکا دارن راجع بهش جوک میسازن. این ترامپ میگه F-35 نامرئیه. شما هم اگر سیاستمدار بودید، اقتصاددان بودی، طرفدار رضا پهلوی بودی، مجیز میگفتی و مزدور نبودی. اینم آقای خوشنودی میگه. من اگه اسم این مزدوریه، من خوشحالم که مزدور افرادی مثل پتیک هستم و دوستانی که هر قدم کم ولی حمایت میکنم. خیلی ممنون، بازم ممنون از مجید. و در رابطه با آقای فضائل عزیزان، ماجرای دادگاه حتما تماشا کنید، گفتم. و نامه منگنه‌ای پتیک، دیروز وقتی آمدم و نامه رو چک کردم، دیدم یک نامه از پتیک آمده، خیلی جالب بود. نمیدونم چرا این کار کرده، یه پاکت معمولی رو وقتی چک گذاشته توش، این ورا اون ورا پایینش رو با قیچی چیده و بعد منگنه زده. پتیک جان، وقتی این کار میکنی، اینا نامه ها رو جدا از بسته میدن به دستگاه، بسته میره اونور، اون دستگاه میفهمه که نباید اینو فشار بده، ولی نامه ها وقتی میره با سرعت بین این کامپیوترها خونده میشه، زیپ کدش که بیفته اینور اونور، این منگنه اگه باشه، چسبی اگه باشه، چیزی گیر میکنه و نامه شما این بغلاش منگنه ها آلموست داشت پاره میشد، ولی شانس آوردیم که نامه شما صحیح و سالم به دست ما رسید. امروز هم پشتش پر کردم، امضا کردم که ببرم دیپازیت کنم. باز هم ممنونم دوستان. مال ماه سپتامبر و اکتبر، ما هنوز آگستیم، امروز 16 آگست، مال ماه سپتامبر و اکتبر رو پرداخت کرده. والا اگه شما پول آب و برقت هم اینجور بدی، فکر کنم اداره آب و برق یه تشویق نامه برات میفرسه یا یه تخفیف بزرگی بهت میده. ممنونم. و اما یه فیلمی من روی فیسبوک گذاشتم، این فیلم رو برای شما هم میذارم. و اینی که من میخوام بهتون بگم، این دوستان بهتون گفتم این مقاله نویسی هم مال امروزه، مال تکنولوژی جدید و این ماجراهای جنبش های تنبونی.
ببینید شما اگر رو فیسبوک شخصی خود من برید پایین نگاه کنید، من یه ویدیوی رو دو سه روز پیش گذاشتم که یه بنده خدایی رو نشون میده که این راننده کامیونه و اینو من بهتون نشون میدم. اونایی که برنامه من رو از قدیم دیدن اون ماجرا رو میگم و حالا باز تکرار میکنم که آقا خانم، خانم رویا فلانی که آمدی نوشتی آقا مردم گرسنه هستن، گرسنه ها معمولا دزدی نمی کنن، گرسنه سر گشنه زمین میذاره ولی دزدی نمی کنه، سیرا هستن که میدوزن. نگاه کن شما اینجا، تریلی چپ کرده که یک تو روز روشن دوزی تو روز روشن تو روز روشن دارن دوزی میکنن، باید دست یکشونو بگیرم. سلام آقای راننده خوبی؟ آقای بار مال شماست؟ ترینا چرا دارن میبرن؟ میبرن مگه حرومش کردی؟ باید الان نیروتزامی بیاد بالا سرش بیسته که مثلا یکی نبره. والا یا ما فارسیمون بد شده، اولا این میرسه به این بنده خدا که اینجوری نشسته کنار ماشینش ماتم گرفته، میگه حالت خوبه؟ خب چی جواب بده؟ بعدم میگه چرا اینا میبرن؟ میگه خب میبرن. میگه مگه حرومش کردی؟ اون وقتا میگفتن حلاله، بیا ببر، بیا ببر که حلالش کردیم، یعنی سرشو بریدیم حلالش کردیم، گوشت قربانی شما بیا ببر. در هر صورت این بدبخت بیچاره رو نگاه کنید، این راننده این کامیون تریلیه که چپ کرده یا حالا هرچی، ماشین صاف بود ولی ریخته چیزاش، نمیدونیم چه چیزایی هم هست ولی مردم دارن میبرن. با هم باز ببینیم. صد تا زنگ زدم گفتم ما میبرم واسه حالا میبرم، گفتم میفرستم الان از صبح قرار یه دونه صد ببینید. تو ایران وظیفه پلیس هست که بیاد اگر ماشین چپ شده مواظب باشه چیزهاشو ملت نبرن، باورتون میشه؟ حالا شما هی بگو آخون، ولی اون کسی که این ویدیو رو فرستاده آقای راستین یا هر کی دیگه گذاشته نوشته اینا ربطی به آقازاده ها و مفسدان بزرگ ندارد. دلم برای راننده خیلی سوخت. این مردم چقدر میتونن بی شرافت و بی غیرت باشند که اموال این بنده خدا را جلو چشمش بدزدند؟ این جماعت بی فرهنگ را درک نمی کنند. پدر خود بنده در سرمای زمستان راننده تانکر نفتکش، اون وقتا پالایشگاه شیراز نبود، می رفتن از آقاجاری، اهواز، آبادان نفت و اینا می آوردن شیراز، رانندگی میکنه 14-15 ساعت از آقاجاری و آبادان و اینها میاد به این دشت ارژنگ و اون چهاک میرسه. اینجا همیشه سرد بود و یخ زده بوده و این میفته از جاده، میره بیرون، میفته تو دره، تانکرش کج میشه و همون زمان شاه هم مردم آبادان نفتای تانک پدر ما رو میدزده. زمان شاه اولا نشون میده نفت کم بوده و الهی کسی لوله کشی گاز تو خونش باشه مرض نداره که بره نفت کسی رو بدزده، ولی آقا این تصادف کرده افتاده. حالا به جایی که بیان ببینید کلش پانسمان کنید، شاگردش اگه زخمی شده برسونید بیمارستان، شما هم شیر رو باز میکنید نفتش رو میدوزید. حالا این خانم این زیر رو برداشته نوشته که آقای سربی، نگاه کنید آدم اصلا میمونه که اینا کسایی هن که میخوان بدی خودشون رو، بدی خودمون رو بندازیم گردن دیگران و هیچ وقت خوب نمیشیم. ببینید نشته آقای پارسا، گرسنگی دین و ایمان ندارد، آقازاده ها میلیاردها میدزدن و کشور را غارت کردن، لطفاً در صف مردم باشید. ولی تشویق و دستور دادن لطفاً در صف مردم باشید. باشه چشم، من الان میرم در صف مردم و مثل اینها میدزدن. این خانم رویا آزاده
حتی دقت نکرده که اون کسی که این ویدیو رو گذاشته نوشته اینها ربطی به آقازاده ها و مفسدان بزرگ نداره. بعد آخرش نوشته این جماعت بی فرهنگ را درک نمی کنم. این خانم بدونی که بخونه آمده نظر داده. منم براش نوشتم رویا خانم، همین که شما در صف مردم هستید کافیست، لطف کنید به دیگران امر به معروف نکنید. حالا یه چیز دیگه آقا ایشون نوشته، آها آقای بها نوشته اینها از گرسنگیست، غارت و دزدی را بهتر از این نمیشد توجیه کرد. مرسی. منظورتون این سرکاستیک بود دیگه، یعنی اینها از گرسنگیست، یعنی اینها از گرسنگی نیست. خب باز بها نوشته حالا بیا توضیح بده که با تبلیغات رسانه‌هایی که با بودجه مخالفت از زمان کمک صدام حسین به شاپور بختیار و پس از آن پا گرفتن، همین جان جماعت پس از سرنگونی خیلی راحت و آرام منتظر انجام رفراندوم خواهند بود و خیلی متمدنانه همه این کسانی که در تلویزیون ها توان و تحمل شنیدن حرف دیگر را هم ندارن خیلی ساده با هم کنار خواهد آمد. خارجی ها بدون اینکه از سرمایه بود مثل که همه شما چی نوشتین. ولی آقای سم اوستا نوشته تو همین اروپا خیلی از ایرانیان را دیدم که در ماه رمضان حمله می کنند به مساجد برای پلوخوری و جالبه که طرف هر روز مست می کنه. خودم خیلی هاشون رو می شناسم. وقتی سوال می کنم که شما نه روزه می گیری نه نماز می خونی پس چرا میرید، جوابشون اینه که مال مفته و خیلی می چسبه. خب اینم از نوع اروپاییش. اصلا این ملت مفتخوری را دوست دارد و خمینی خوب ما را شناخت که وعده آب و برق مجانی داد. و اما آقایی به نام عزیز عیسازاده نوشته ای کاش فیلم از زمان 1400 سال پیش از هم ببینید. آخه اصلا ببینید برم حالا من فیلم از 1400 سال پیش بیارم؟ آقا 1400 سال پیش الان تو کتابی که آقای چیز نوشته که چندین هزار سکه طلا ایرانی ها دادن که یک درختی رو که بهش میگن سرو کاشمر یا سرو کاشان، اینا عربا نبرن یا نبرن، ولی اونا هم بردن و سوار قافله کردن و بردن. که باز هم این آقای لادن عزیز، من و دیگران چشم امیدمون به افرادی مثل شماست. به نظر من شما توی این کتاب یه مقداری دست به عصا را رفتید، یه مقداری از دوستانی که ممکنه به شما حمله کنن یا وحشت کردید یا باز دیدید میگه آقا حالا با همه چی این فامیلمونه دیگه، با همه بدیاش این خاکمونه. دوست عزیز، این نوشته شما که نقل قول کردید از گزنفون و نقل قول کردید از دیگران، اونجاهایش که به نظر شما غلطه باید بزرگ منوشتید به نظر من این غلطه، نه اینکه بیاین در صفحه فردا اینا رو براتون چیز. این میگه این هم مثل شاولایا همه چی رو رفت میدن به سابق، همون این هم مثله نداره. خب فقط اینا هستن که این کار میکنن، هر چی میگی میگن ما خوب بودیم الان بد شدیم. و بارها از یکشون پرسیدم، از همین آقای زرابی، میگم آقای زرابی مردم در دوره شاه خوب بودن؟ و هم مینیسه مردم شپشو پدر سخته. و میگم آقا خب فوش نده، مردم شپشو پدر بزرگ تو بودن، پدر بزرگ من بودن. و دیروز که رفتیم دکتر گفتیم اگه این شاه گذاشته بودیم شاه بشه، برای هممون قلبای اتوماتیک میساخت، ماهیچه‌های فلان میساخت، اینجوری که شپشامونو از بین برد و اینها، اونا رو هم درست میکرد. خاک بر سر ایرانیایا که انقلاب کردن و نذاشتن شاه دنیا رو درست کنه. آقا اینجور نبود عزیز من، دوست گرامی آقای زرابی، این چیزایی که برای شما گفتم به قول معروف خلویه، داستانه، قصه است، ماجرای رستم و سهرابه، ماجرای کاوه آهنگره که هیچ کدومش نه واقعیت داشته نه حقیقت. خب آقای چمنارا میاد اونجوری مینیسه، آقای لادن میاد اینجوری مینیسه، بعد آقای لادن یک نوتیشن یا یادداشت آخر جلد اول یا آخر کتاب اول اضافه میکنه
که البته من اینا رو نوشتم، ولی خب نباید بنویسید. آقا دارید شما منتشر میکنید، اگه یک کسی اینو خوند ولی به صفحه آخر نرسید نوتیشن شما رو ببینه، شما چه کار کردی؟ بهش گفتی کوروش هم با خدا در تماس بود. کوروش مثل شاه میاد میگه خدا آمد به من گفت این یهودی ها رو اینجوری کن. بعد شما قبر پاسارگاد عکسش گذاشتید، میگید این قبر کوروش و فلان اینا، از اون ور میگید کوروش زرتشتی بوده. اگه کوروش زرتشتی بوده که قبر نداشتن دوست عزیز، میذاشتن بالای تپه حیوانا بیان بخورنش، اونام جون بگیرن و این کارمون خرابه عزیز من. ولی خب آدم دلش میسوزه. آقای لادن هم در زمان شاه زندان بوده، هر دم هم در زمان شیخ زندان بوده، و این دوستان وقتی میان میشینن مطالعه میکنن، مطالعاتی که میکنن، اگر گاهی وقتا از یه نفر فقط بگن، باز آدم میگه خب این گفته، اینم نظر اونو داره برای ما تعریف میکنه. ولی از چند مثلا جا میان چیزایی رو که دوست دارید باب میلتون هست برمیدارید. اینا همه رو عکس گرفتم. آقای لادن با هم کل میکنیم و صحبت میکنیم. اینم از این، و داره به پایان میرسد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. دوستان عزیز، این برنامه اضافی نه، این برنامه به جای برنامه دیروز بود، ولی برنامه فردا سر جای خودش هست، به شرطی که باشیم. همه اینها مشروط به این هست که ما باشیم. اگر هم نبودیم اصلا ناراحت نشید. یکی دیگر رو پیدا میکنید، یه مشنگی که همین عشق و علاقه رو داشته باشه، مثل این گنجشکایی بود که دود سیگار بهشون میدادیم سر موقع میومدن، سر موقع بیان و شما رو مشغول کنن. ولی اگه اون دوستمون حقیقتا رفته باشه و هنوز نگاه نکنه، بهش باید احترام گذاشت. چون آقا اومده اینجا میخواسته عطر بخره، دیده این مغازه کفاشیه، پرسیده آقا شما عطرم دارید؟ گفتیم نه. خداحافظی کرده رفته، نه فوش داده نه دعوا کرده. من ممنونم ازش، اسمشم یادم رفت، آقای باقری بود، عباس باقری. درستا ممنون و متشکرم، هم از اون ممنونم هم از شما ممنونم. آقای احمد علی مسعود انصاری رو یک ساعت خورده برنامه داشتیم باشون، حتما ببینید، روی فیسبوک هست، روی یوتیوب هم تا یکی دو ساعت دیگه قرار میدم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، و من امروز به جای شما میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید گذاشتم تلویزیون مردم به حمایت شما نیازمند است. حالا ببینیم حمایت میکنید یا نه. یه دوستی دو تا پیام گذاشته، کاش که این پیام ها رو پخش کنم. دوست عزیز، من میتونم بگم حداقل 100 تا دوست از آلمان دارم که وقتی زنگ میزنن شمارهشون 49. و شما یه کمی هم لهجت مثل خودم شیرازیه، ولی چه عیبی داره ما یه اسمی بگیم؟ من نفهمیدم شما کدوم هستی. بعد گفتید من جون یا جولای کمک کردم، اگه نرسیده دوباره کمک کنم. شما نگران نباش، اگر رسیدم دوباره کمک کن، چون اگه جون یا جولای کمک کردی الان آگسته. ولی من پیام شما رو نفهمیدم کی هستی. برای آقای انصاری هم فرستادم در مورد اون سوالاتی که شما پرسیده بودید و نمیدونم چه باید کرد، ما چجوری به دوستان این درس خیلی ساده رو منتقل کنیم. آقا سلامم نمیخوام، احوالت چطورم نمیخوام، امیدوارم خوب باشیم نمیخوام. من سربی هستم، زنگ زدم به شما بگم این برنامه به جای برنامه دیروزه. اگه شما سوالی داری شماره تلفن من هست 202-695-2573. خداحافظی هم نمیخوام. چقدر مشکلی. در اصل شما دو تا پیغام گذاشتی، من یه پیغامش که در رابطه با آقای انصاری بود برای ایشون فرستادم، ولی حقیقتش اگه شیرازی هستی کاک جون، من نفهمیدم شما کی هستی. وقتی نمیدونم کی هستی، یه دوستی به نام کوروش نوشت من از اول ما میخوام کمک کنم، بعد گفت چجوری کمک کنم، بعد گفتیم اینجوری، بعد دیگه هیچ خبری نشد. ولی یه نفر یه خانمی کمک کرد و ما فکر کردیم این شاد کوروش باشه، بعد دیدیم نیست. اگه اینجوری هم هست، اون خانمه باید بنویسه من از طرف کوروش دارم حمایت میکنم. کارمون خیلی خرابه، برای که میخوایم مشکلمون یه دفعه حل کنیم، ریزش کنیم، تیکی تیکش کنیم، مشکلها حل میشه.
پله یکی یکی برین بالا میرسیم پشت بوم، یکی یکی بیاین پایین میرسیم رو زمین. ولی اگه خواستی بپری بالا یه بلایی به سر خودت میاد، از بالا بخوای بپری پایین دست و پاد میشکنه. ساعت 4:01 است. بازم از شما ممنونم که با ما بودید، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم و تلویزیون مردم رو به دوستانتونم معرفی کنید. اگر موافق من هستید و اونا مخالفتونن شکنجهشون بدین به این وسیله، اگر مخالف من هستید به اونا بگید که نگاه کنید این ازم چه مزخرفاتی میگه، بارها اینو گفتم. و اما تلفون رای بتمنز زنده هنوز هست؟ من والا نمیفهم. تلفون رحال بتمن کدوم؟ شما نمیدونم، شما این تلفنای چیزو میگین؟ این تلفنه من فکر کنم از خودشون بخری برات ارزان‌تر میشه تا از من بخری من بفروشم اینو بخوای اکتیو کنی و اینها. و نمیدونم. شب شما خوش. مرسی آقای رحیمی، سیاوش رحیمی، خیلی ممنون. شب و روزتون خوش. اینجا هنوز روزه، بهترین کار اینه بگیم اوقات خوش. اوقات خوش که بگیم، چون الان دنیا دیگه همه یه جا هستیم دیگه، اونا نمیگن آقا شب صبح ظهر وقته. بعد من به مادرم که زنگ میزنم میگه صبح و ظهر و شبتون خوش. در صورت ممنون و متشکرم و خدا همه مادرها رو هم حفظ کنه، بچه‌هاشون هم حفظ کنه، سالم و سلامت باشه. قدر سلامتیتون رو بدونید، اگه ندونید اینجوری میشی میبرن سوزن میچپونن تو دستتون و قیافتون هم اینجوری میشه. یه دوستی گفت آقا اصلا بهت نمیاد رو تخت بیمارستان باشی، زودتر بلند شو بیا. گفتم والا خودمون هم همینو میگیم، ما را از دیروز صبح ساعت 6 هی گفتن الان مرخصت میکنیم، الان مرخصت میکنیم، تا بالاخره 6 عصر نجاتمون دادن. قدر سلامتی رو بدونی. آمریکا هم میگن don't take it for granted، یعنی دست کم نگیرید. بدونی امروز که این سلامتی رو داری ممکنه یه ساعت دیگه نداشته باشه. خب روز و صبح و ظهر و شبتون بخیر، اوقات خوش، با امید دیدارتون فردا. بله فردا هم با شما هستیم، فردا جمعه 17 آگوست برابر با 26 مرداد. روز روزگار بر شما خوش. مرسی.